بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و امروز رو که جمعه هست اوقات بهتری و شادتری داشته باشید. جمعه 9 مهر ماه 1395 هجری شمسی و برابر با 30 سپتامبر 2016 میلادی است. چهارشنبه برنامه ما داشتیم، یه مقداری به خاطر این خانم بهناز شهریاری به اصطلاح مسیر برنامه عوض شد. ممنونم از دوستان خوبی که یه سریشون گفتن بابا ول کن اینا رو، نرود میخ آهنین در سنگ. یه سری دیگه گفتن آقا شما وقتی اینا میان همه رو اون وقت جمع میبندی و به همه توهین میکنید. در هر صورت فقط برای که این مسئله توهین کردن مشخص بشه، بذارید من براتون بگم بعضی وقتا بعضی از دوستان خودشون حقیقتاً این توهین رو به جان میخرن و میان جلو. یه زبان مسئله بود میگفت کرم درخت یا کرم پنیر از خود پنیره. من دیروز یک برنامه چهارشنبه رو با این تایتل یا با این عنوان گذاشتم اونجا، قابل توجه شاه اللهی های عقب افتاده و نجات پرست. یا آقای زنگ زد آقا چرا به ما توهین میکنید؟ گفتم کجا توهین کردم؟ گفت روی فیسبوک رفتید اینو نوشتید، بعد من نگاه کردم دیدم که ربط به ویدیوی شما. گفتم وایس، شما فقط این عنوان رو دیدید و توش به شما توهین شده بود؟ گفت که بله. گفتم شما شاه اللهی هستید؟ گفت نه آقا، من طرفدار پادشاهیم. گفتم شما عقب افتاده هستید؟ گفت نه آقا. گفتم شما نجات پرستید؟ گفت نه آقا. نجات پرستی دیگه چیه؟ نجات پرستی مال یه سری آدم های دیوانهی مثل هیتلر بود که بعد برید خودش ببینید دنبال چشمابی میگشت، نه خودش چشمابی بود، دنبال موی بلو موی بلاند میگشت، طلایی میگشت، خودش موهاش مشکی بود، دنبال قد بلند میگشت، خودش کوتوله بود. و معمولا هم اینایی که نجات پرستن اینجوری هن، مثل اینکه یه عقده‌ای براشون شده چون حس کردن که خودشون خیلی بدن، میگن ای کاش خوب بودیم و دنبال اون خوبیه میگردن. در هر صورت بذارید امروز رو ما به این دوستان و دوستان دیگه اذیت و آزاری نرسونیم و یکم بریم دنبال شادی و تفریح و اون واریته یا وریتی یا متنوع بودن برنامه. ممنونم از دوستم که بعد از سفرشون الان بالاخره برای من باز چیز می‌نویسن اینها و امیدوارم به زودی زود خودشون بیان و در برنامه صحبت کنن. امروز تعداد زیادی مطلب برام نوشتن، یکی دوتا مطلبش خب واقعا غم انگیزه. یکیش این کارتونیست مسیحیه که توی اردن کشتنش، حالا بعد کارتونش رو نشون میدم که چی کشیده بود راجع به آیسیس و اینایی که به اصطلاح میمیرن بعد میرن حالا یا تو بهشت یا تو جهنم، و صحبت یکی از اینها با خدا بوده، بعد گویا ایشون رو میبرن دادگاه. اولا نگاه کنید حتی اردن هاشمی که اون ملک حسین بود، بعد حالا ملک عبدالله پسرش، مادر اینها اصلا خارجی و نمیدونم آمریکایی انگلیسی کجا هست اینا بماند، در صورت حتی توی اون کشور هم یه نفر که یه کارتون میکشه میبرنش دادگاه. گویا وقتی تو دادگاه بوده روز یک شنبه، اونجا یک شنبه تعطیل نیست کشور اسلامی، بعد که میاد بیرون یا در هر صورت نزدیک دادگاه با 3 یا 4 گلوله که به طرف شلیک میشه مجروح میشه، تا میرسوننش بیمارستان فوت میشه. اسمش هست ناهد، بعضی ها میگن حتار، بعضی ها میگن هاتر، بعضی ها میگن هاسر، چون این عربا وقتی مینویسن یه جوره به خصوصی هست. در صورت ناهد حتار یا هاتر کارتونیست یک شنبه مقابل دادگاه کشته شد. این هم از اردنی که بعضی ها فکر میکنن حالا اردن تو اون کشورهای دیگه پیشرفته است. خب اجازه بدید بهتون بگم که آقای دکتر کاظم افشارها یک مقاله ای رو توی برنامه
چهارشنبه برای من خوندن یا دوشنبه، دوشنبه اگه اشتباه نکنم. بعد ما اون رو روی فیسبوک گذاشتیم. امروز یه مقاله دیگه ای رو فرستادن که گفتن روی فیسبوک بذارید. من بهشون گفتم چقدر خوب میشه که شما برای بیننده ها و شنونده های تلویزیون مردم این رو هم بخونید تا من هم یک بریک کوتاهی بگیرم. و قرار شده ایشون ساعت 3 لطف کنن و با ما تماس بگیرن. آقای حسن ارشاد برنامه شماره 99 مین خود رو از ایران ارسال کردن که نشون میدیم و عنوان خیلی جالبی داره: تشکیلات بهایان، بهایان ایران در راستای تحقق آخرین مرحله نقشه 20 ساله بیت العدل. من و شما همیشه به خودمون میگیم که خب آقا خانم، اگر شما میگید کشور آزادیه، بذارید اینا فعالیت کنن. چه کارشون دارید؟ شما مگه تو کشورهای دیگه که فعالیت کردن اون دولت‌ها اینا رو دستگیر کردن؟ این دوستمون، حالا نمیدونم، دوستان بهایی اینجا وظیفه‌شون شروع میشه که اونها بیان اگر این دروغ میگه، اشتباه میگه، اونها ما رو روشن کنن. میگه که به هر کدوم از اینا بگو تو کشوری که هستید، همون اسرائیل که اصلا پیغمبرتون اونجا خاک شده، توی هندوستان که براشون انقدر خرج کردید، توی آمریکا، توی اون کشورها بیاین بگید که ما اینجا داریم تبلیغ دین بهایی میکنیم تا حکومت این کشور رو به زیر بکشیم و حکومت دین بهایی رو برقرار کنیم. اون وقت بهتون نشون میدم که آزادی توی اون کشورها چگونه است. این ویدیو رو حتما ببینید، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک پخش میشه بعد از برنامه خودم. و اما خانم شکوه میرزادگی معرف حضورتون هستن، ایشون همسر آقای دکتر اسماعیل نوری علا هستن، ولی هیچ وقت اینها به عنوان همسر اعدام نمی کنن. شاید همینجوری با هم زندگی می کنن که به هیچ کس هم مربوط نیست. آزادی یکی از چیزای خوبش همینه. امروز برای من یه ایمیلی فرستادن در رابطه با لینکد این. حتما لینکد این رو میدونید چیه و من بارها توی برنامه هم گفتم دیگه انقدر از این برنامه های سوشال میدیا هست، هر کسی یه جایی شروع کرده یه تعدادی رو جمع میکنه، میاد پول میده از یکی، یه تعدادی رو میخره میذاره اونجا، بعد میره اونجا میگه که من مثلا 2 میلیون دارم، 3 میلیون نفر اینجا هست، بعد میفروشه و میره. همین جدیدن شنیدم که لینکدین یه پول خیلی زیادی گرفت. نامه ایمیل خانم شکور میرزادگی رو براتون میخونم و در رابطه باز با همون خانم بهناز شهریاری، استفاده ناصحیح و غیرقانونی، بله غیرقانونی ایرانی ها رو از صفحه فیسبوک به شما نشون میدم. ببخشید، به غیر از غیرقانونی و ناصحی، بعضی وقتا احمقانه هم هست. امروز یه برنامه توپ داریم، فقط مواظب باشید که این توپمون نیفته توی خونه همسایه و پارش کنه. خب، قابل توجه شاه اللهیای عقب افتاده و نجات پرست، ناگفته نماند که چند نفری اعلام کردن که نجات پرست هستن، ولی به هر کدومشون گفتم بیاین با ما صحبت کنید ببینیم که نجات پرستی یعنی چی و شما چرا فکر میکنید که نجات آریایی خوبه و شما چرا فکر میکنید که نجات آریایی هستید، هیچ کدامشون تا حالا جرأت و شهامت جلو آمدن رو نداشتن. اونا رو هم براتون میگم. و اما ماجرای اوباما عربستان سعودی. اوباما میدونید دیگه اکتبر، نوامبر، دسامبر تا 20 روزم ژانویه و دیگه این 3-4 ماهی که مونده حقیقتا این دیگه هیچ کاری انجام نمیده. الان به قول خانمش گفت داریم اسبابامون رو جمع میکنیم و چیزا رو تو قوطی میکنیم و اینا. بعدم به شوخی گفت که میخوایم پولی رو که به عنوان ودیعه میگفتن تو ایران، اینجا دیپازیت میگن، سپردیم برای این خونه اجاره‌ای. ببین خیلی خوبه ها که فکر کنن این وایت هاوس، کاخ سفید، منزل اجاره‌ایه و اینا نیومدن اینجا که دائما زندگی کنن. هفته یه خونه یا چند
بلاک اون برتر اجاره کرده، گویا 6 تا یا 9 تا اتاق خواب داره و از حالا دیگه شروع میکنه به صحبت کردن این بر اون ور. و واقعا هم اوباما سخنران ها، یعنی حالا به غیر از اینکه پروفسور و قانون اساسی رو درس میداده و بعدم به خاطر همین سخنرانی و نوع سخنرانیش شد رئیس جمهور، حالا دیگه ببینیم که بعد از دوران رئیس جمهوری چه پولهایی خواهد ساخت بابت سخنرانی کردن در جاهای مختلف. آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا با ما خواهند بود درباره مقاله جدیدشون صحبت کنن. و اما اوباما گفتم تو این 3-4 ماهی که باقی مونده آخرین زورش رو زد که باز به اصطلاح نوکر بودن خودش رو به عربستان سعودی نشون بده و برید در رابطه با همین قانونی رو که یه قانون گذاشتن که به اصطلاح مردم آمریکا بتونن برن دنبال عربستان سعودی و شکایت کنن، سو کنن، به دادگاه ببرن بابت اون 11 سپتامبر 2001، همونجوری که ایران رو بی دلیل میبرن دادگاه و پول میگیرن. و اوباما میگه نه، ما همچین کاری نمیکنیم، اگه همچین کاری بکنیم هر کسی میره شکایت میکنه، به تو چه مربوط، هر کسی بره شکایت کنه، خرج خودشه، وکیل خودشه، وقت خودشه و دادگاه هم مال هم است، مگر اینکه عربستان سعودی پولی به شما داده که تا کمر دولا می شدی جلوشون. حالا اینجوری خلاصه اوباما این قانون رو ویتو کرد. ویتو که می دونی یعنی نه آقا برو دنبال کاره. جالب اینجا که بعد مجلس یا مجلسین هر دوتاشون ویتوی اوباما رو اوورراید کردن، یعنی اونا گفتن نه آقا. چرا؟ چون اوباما دیگه نمیخواد انتخابات داشته باشه، کاری به مردم نداره، ولی اینا میخوان دوباره انتخاب بشن، مجبورن که هوای مردم رو داشته باشن. چون مجبورن هوای مردم رو داشته باشن، اجازه بدید ببینم برنامه ما ضبط میشه یا نه. بله 113 تا یکی دیگه. بله چون میخوان مردم رو داشته باشن و نمیخوان فردا این مردم بگن آقا پسر ما کشته شده، دختر ما کشته شده، همسر ما کشته شده و ما چرا نتونیم عربستان سعودی رو که تمام اینها یا اکثریتشون عربستان سعودی بودن سو کنیم و پولمون رو بگیریم، حقمون رو بگیریم. اونها این اوورراید کردن و به زودی شاهد خواهیم بود که حالا یکی پس از دیگری چه حقایقی بعد از 15 سال بالاخره بیاد بیرون. در رابطه با بعد از 15 سال آقای علی شیرازی، ایشون هم خب هم شیرازیه هم با نمک دیگه، برای من دیروز یک ویدیویی رو فرستاده بود از خانم هما هودفر که گویا 7-8 ماهی 9 ماهی تو زندان ایران بوده، برای از اینایی که میرن میاد دو ملیتی و بالاخره آزاد شده و برای من نوشته بودن که ببینید این خانم که آزاد شده چقدر قشنگ صحبت میکنه. گفتم شما یه چند ماهی بهش صبر بده خستگی راهش از بین بره، به جای این که داره تشکر میکنه از اوباما و از اینایی که مال ایران بودن و اینها، یه وکیل میره سراغش میگه خانم بیا سو کنیم، پدر ایران رو در بیاریم، اون موقع سر صدا معلوم میشه. علی آقا نوشت آقای صحبی کم کم داری پیشگویی هم میکنی. گفتم خب قربانت برم، من چه چیزیم از دیگران کمتره؟ این همه برای شما پیشگویی کردن از مجاهدین که میگه ما 6 ماه دیگه میریم بیرون ایران، از سلطنت طلبها که میگفتن چمدونتون رو باز نکنی، اولا معلوم شد همه سلطنت طلبها با چمدونها آمدن، نه مثل من و شما با دو تا پیرن و دو تا شلوار، چمدوناتون رو باز نکنید داریم برمیگردیم. خود شاه که میگه من برای مداوا میرم خارج، بعد ببینین همسرش میگه ما جواهراتی که آورده بودیم فروختیم یه هندی و فامیلمون نمیدونم فلان. آخه شما کدومتون وقتی میخواین برید مسافرت مثلا ایران، شوهرتون سرطان داره میخواین برید ولی میرید وسایلتون و جواهراتتون رو میذارید توی ساک و خودتون میبرید، به جای اینکه بدید دست یه نفر که اونجا امن امانه که آقا اگه ما رفتیم این بنده خدا فوت شد ما هم تصادف کردیم، این برای اصلا مال ایران بوده اینا. در صورت بماند امروز شاه رو ول کنیم به تصمیم به چیزای دیگه‌ای که باعث خنده و شادی شما میشن. ماجرای لینک این و خانم شکوه میرزادگی رو براتون میگم. امروز من یک مصاحبه کردم قبل از این برنامه در کانون آوا با خانم مهناز عکافیان،
مادر محمد علی ساسانی که پسرش 17 سال مفقود الاثر بوده و اینها فکر میکردن کشته شده، از بین رفته. بعدن میفهمن که پسر اینها اسیر عراقی ها میشه، اسیر کموله میشه. ببینید دوستان، حالا اینا ادعا میکنن کموله و مجاهدین، اینا ادعا میکنن آزادی بخش، ارتش آزادی بخش، اسیر کموله میشه. کموله بعد از مدتی گرسنگی و اینها دیگه، اونجا خودشون هم وسایل ندارن، 12 نفر رو مبادله میکنن به ازای هر یک نفر یک گونی شکر، میدن به کی؟ به دشمن ایران عراق. اینها 2 سالی در اردوگاه عراق بودن، عراق پدر سوخته هم به جایی که اسامی اینها رو به صلیب سرخ بده، قانون داره، میدونید این چیز ژنو، قانون جنگ ژنو، یعنی جنگ هم که توش کشت و کشتاره بازی قانونیه، ولی اینا حالا حتما ایران هم زیر پا گذاشته، اینا رپورت نکردن، اسامی اینها رو ندادن. آقای صدام حسین هم نامردانه، ناجوانمردانه، ناانسانه، نانه آمده اینها رو معامله کرده با مجاهدین و مجاهدین تو اون کمپا رفت آمد داشتن، تبلیغ کردن، دادن بهشون و اینا رفتن مجاهد توی مجاهدین. سوال من از مجاهدین اینه، آخه اگر کموله و شما نیروهایی که براتون داشتن اونجا بودن و هی تبلیغ میکردید که ما اینقدر نیرو داریم، اینا رو با یک گونی شکر گرفته باشید، اینا رو مجانی از عراق گرفته باشید، آخه چه انتظاری دارید از اینا که برای شما خدمت کنن؟ آقای آریانپور، تیمسار آریانپور یه دفعه حرف خیلی قشنگی زد، آقای سرهنگ عقیلی‌پور هم گفت، گفت یکی از دلایلی که شاه فرو ریخت و رفت این بود که ارتشش ارتش وظیفه بود، ارتش نبود، که ارتشی که 70% جوانای مردم رو به زور بیاری اونجا 2 سال با یک حقوق خیلی کمی، اصلا حقوق نبود، مسخره بود، توهین بود، اینا رو نگه داری و هم مقام این جوان هر روز این باشه که از پادگان فرار کنه 2-3 روزی بره خونوادش به دوستاش سر بزنه، این معلومه. بعدم خمینی میاد میگه هر کی فرار کنه، هر کی اسلحه ببره، من نمیدونم نفت در خونش هم میارم، اینجوری بود. در هر صورت مجاهدین خراب کردید، خراب کردید، خراب کردید. از آقای حسن سید، حسن داعی الاسلام، بارها خواستم که بیاد مصاحبه، در میره. اینم با همون تیزبونی خودش، مجاهدین، آقای حسن داعی، ایرانی ها آمدن معامله کردن رفتن، سر راه رفتنشون ترکیه هم رفتن معامله کردن رفتن، شما چه کار کردید؟ میلیون ها دلار پول خرج کردید، اومدید نیویورک، حالا خسته و کوفته برگشتید، برنامه‌تون چیه؟ امروز هم منتظرید که آمریکا بهتون دستور بده که چه کار کنید، یعنی بلا تکلیف 30 سال این جوانها رو نگه داشتید. برگردم به مصاحبه‌ای که داشتم کانون آوا و خانم مهناز عکافیان، حتما این مصاحبه رو ببینید، اگه ندیدید تا 1-2 ساعت دیگه، این رو آرشیو تلویزیون مردم هست، روی آرشیو کانون آوا هم هست، و من به این خانم گفتم که امیدوارم همین جوری که امروز اشک غم و غصتون رو با ما در میون گذاشتید و سهیممون کردید، اشک شادیتون رو ببینم روزی که فرزندتون در کنارتونه و اون موقع با هم یک مصاحبه‌ای داشته باشه. ببینیم که آقای متیو چی میگه. متیو برمکی میگه درود بر شما و ضمن سپاس از زحمات که من متحمل میشوید، منظورش متحمل میشه، من دیدم که در بارانون از نبودن شهامت و شجاعت در کسانی که حاضر به بحث موضوع نژاد آریایی نشدن بیان کردید و مثال زدید، بازم به روشنی که به بذارید اینجا توی این، ببخشید چون این دوربینی که برای این استفاده کنم خیلی ریزه و نمیتونم بخونم، در برنامه‌تون از نبودن شهامت و شجاعت در کسانی که حاضر به بحث موضوع نژاد آریایی نشدن بیان کردید و مثال زدید، بازم به روشندهی که به افراد میدنید در پاینده باشید. والله من نمیدونم این جملاتی که می‌نویسید یک کمی بخونید، مخصوصا منم فارسی الان دیگه زنگ زده، نمیدونم در صورت یعنی شما با من موافقید اینها شهامت و شجاعت ندارن، یا شما جزو یکی از اونایی هستید که
فکر میکنین نژاد آریایی هستید و میخواین بیان مصاحبه کنید. یک کمی کوتاهتر، مختصرتر ولی روشنتر بنویسید. دوچرخ سواری، این رو هم توی قسمت واریته نشون میدیم و ببینم که اینها چی میگه. این هم از بنجامین، یه دوستی داشتیم به نام آقای بنجامین رخسار، چیز دکتر پا بود توی نیویورک، پا هست توی نیویورک و برنامه‌های خوبی داشت. متاسفانه به دلیل همین که ما ایرانی‌ها حمایت نمی‌کنیم، یعنی نمیدونم این مشکل تو جامعه ما هست. حتی به این خانم بهناز شهریاری که داشتم کلکل میکردم گفتم ما ایرانی ها پرتوقع و پر انتظار، اگه یه جایی کلک میزنیم این رو به عنوان افتخار برای دیگران تعریف میکنیم، حتی به بچه هم میگیم برو بابا تو بلد نیستی، بیا اینجوری نشون میدم، تو صف بزن، دزدی کن، نمیدونم فلان کن. مثل آقای ترامپ دوشنبه خانم هیلری کلینتون بهش میگه تو تکس ندادی، میگه خب من زرنگم که تکس ندادم. خب وقتی کسی فلسفش اینه که من زرنگم که تکس ندادم، البته بعضی وقتا قانون اشکال داره که اینا میتونن مالیات ندن و اینجوری هم افتخار کنن، دیگه این معلومه که حالا میخواد بیاد سرنوشت 330 میلیون به روایتی 330 میلیون و دنیا رو در دست بگیره. البته شوخی کردن بهش گفتن که 100 روز اول چه کار میکنی، بعد جوک ساخته بودن، بریده های ویدیوشو گذاشته بودن، خیلی قشنگ. در اصل اینقدر موضوع زیاده، بعض وقتا وقتی من میگم به اصطلاح چیز میشم، میپرم از یه موضوع به یه موضوع دیگه. یکی از دوستانمون برای من دیروز نوشته بود که آقا دوست شما که قبلا هم در برنامه بوده و بارها ازش صحبت کردید، در برنامه آقای میبودی بوده، لینکش هم برای من فرستاده بود. بله، آقای عباس شیر محمدی، عکاس به اصطلاح این مراسم کانونشن و اینها. من خودم هم بارها کار کردم باهاشون، ویدیو عکس منیج کردن، کمک کردن و ولی تعجب میکنم. ببینید آخه اون دوستمون درست میگه، آقای محسن نادری نژاد میگه که شما اگه نگاه کنید یه نفر رشتهش مثلا سیاسی اقتصادی، اینو میارن تو برنامه سیاسی. حالا درسته آقای میبودی مثلا یه جورای همشهری آقای عباس شیر محمدی هستی، همشهری من هستی اینها، ولی مثل این میمونه که شما من که مثلا رفتم ویدیو گرفتم از یه مراسمی، من رو ببرید و به نظر من رو بخوان که این مثلا عروس و داماد که شما ازشون ویدیو گرفتید به نظرتون عروس چیه یا داماد؟ آقا من رفتم فقط عکس گرفتم. ایشون هم عکسای بسیار خوبی میگیره، بله تو بعضی عکساش 40,000 نفر، البته من فکر نمیکنم تو کانونشن 40,000 نفر بوده. خوشحال میشم اگر کسی اون کانونشن دموکرات ها 40,000 نفر چیز کنه. و عکسایی که گرفتن جالبه، یه دوربین کهنه 100 ساله، ولی شما عکس صورت تک تک اینها رو میبینید و توی مراسم هم همیشه ایشون میره بالای یک نردبون و اعلام میکنه که مثلا 10,000 نفر، 2,000 نفر، 3,000 نفر توی دانشگاه، 400-500 نفر ثابت وایسن که ایشون اون عکس پانورامیک یعنی دیدت اینجوری بازه، اون رو بگیره. البته من تو چند تا از این عکس ها دیدم که مخصوصا بچه هایی که سال قبل عکس گرفته بودن و این سیستم رو میدونستن کلک میزدن. وقتی که ایشون از اینجا شروع میکنه عکس رو بگیره بیاد اینجا، اون طرف میدوه، از پشت سر ایشون میاد اینجا وای میسه و یک نفر توی عکس دو بار هست، یعنی میتونه بگه این برادر دوقلوی منه، نگاه کن من اینجا بودم ولی حالا این اولم وایستادم. از اینکه عکس‌ها شبیه هم هستن برادر دوقلو، در اصل من اون ویدیو رو دیدم. آقای عباس شیر محمدی اگه بخواد اشکالات مصاحبهش رو بدونه، چون ایشون خیلی چیزا به من یاد داده، همین نوری که امروز میبینید، یک نور نزدیکتره یک نور دورتره که یه دپتی به اصطلاح عمقی به تصویر ما بده و اینجوری فلت نباشیم، ایشون یاد من داده، ممنونم. ولی اگر ایشون بخواد به اصطلاح از من که چندین سال سابقه این کارو دارم، یکی دو تا کلاس هم این ور اون ور رفتم، نمیخوام بگم من لایسنسش گرفتم ولی یک اجازه نامه ای جوازی لب جواز همون لایسنسه از این بابت دارم، شما اشکالت اینه که
نیزاشتی اونی که با شما مصاحبه میکنه به اصطلاح از شما سوال کنه جواب بدید. بعد اشکال دومتون این بود که میگید که من یادداشت کردم مواردی رو، حالا اگه یادم باشه براتون میگم. چرا من این رو گفتم؟ موقعی که داشتم اینو خط میزدم و یکی یکی نوشته بودم و به کانون و آوا رسیدم، دیدم که این دوستان بعضی هاشون وقتی میخوان برنامه بذارن میگن آقا برنامه که ساده است که من ربع ساعت توی مهمونی حرف میزنم. بله تو مهمونی میتونید ربع ساعت حرف بزنید چون همه مستن، هیچ کم براش مهم نیست شما چی میگی، ولی وقتی میخواین راجع به یک موضوعی صحبت کنید اونم بیاین تفسیری از مناظره دوتا آمریکایی انجام بدید، یه مقداری باید به نظر من میگفتید که بذارید بیشتر در این مورد تحقیق کنم و خلاصه یه سری اشکال داشت. اگه خواستی بهت میگه بذارید ببینیم که چیه. Film distributed here، اینجوری برای من ننویس دوست عزیز. Film distributed here آخه یعنی چی؟ اصلا معنی subject، موضوع، تیتر، عنوان یعنی چی؟ یعنی شما که این ایمیل رو برای من میفرستید، حالا این دوستمون نویسنده است، این دوستمون 50 سال پیش توی رادیو تلویزیون ایران کار کرده، شما یعنی برای من میگید، مثل من که مثلا میگم کانون آوا تقدیم میکند امروز خانم مهناز عکافیان مادر محمد علی ساسانی، یعنی من توی که این یه خط دو خط باید بفهمم درباره چه چیزی میخوام ویدیو نگاه کنم. این ویدیو کشتاره، ویدیو خنده داره، ویدیو مراسم مذهبیه، ویدیو مراسم، آخه یه کمی تیتر اونو عوض کنید و بهتر بفرستید. حالا بذار خودم نگاه کنم ببینم چیه، اگه جالب باشه برای دوستان هم نشون بدم. و بله نه دیگه، این از صحبت هاست که صحبت های اینجوری رو باید وقت داشت و گوش کرد و یه وقت دیگه. خب بریم سراغ برنامه متنوعی که براتون گفتم. یادتونه تو ایران میگفتن واریته، همین برنامه های متنوع رو بهش میگن واریته. و اما یک فیلمی فرستادم، ببینید مثلا شما نوشتید دوچرخ سواری، بهترین کاره. من میدونم اینو که باز میکنم باید حالا راجع به دوچرخ سواری باشه، ببینیم چجوریه. آخ 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 عجب واقعا. شما تا حالا هیچ وقت فکر کردید چرا دوچرخه ها دو رقم بود؟ یکی مردونه بود که این میلشت بود، یکی زنونه بود که میله نداره. معمولا زنونه ها برای این بود که چون دامن پاشون هست به اصطلاح دامنه اون پایین بیفته دیگه باد و اینها نزنه بره بالا، و نمیدونم شما چی بهش میگید تنه دوچرخه. در اصل بذارید من این ویدیو رو براتون تنظیم کنم اینجوری که شما هم بتونید ببینید و با هم این رو ببینیم که بعضی وقتا آدم یک کارایی میکنه که خبر نداره چه اتفاقی میفته. آره این ببین گفتم شما نوشتید دوچرخ سواری، دیگه ما میدونیم دوچرخ سواریه. بفهم آخ آخ بیچاره، هم اون افتاد کنار جاده هم خودش از این ور افتاد. و اینم چیز دیگه، عادته، همیشه این شخص عادت داشته که به اصطلاح پاشو اینجوری از پشت برگردونه. و من یادمه با وجودی که دوچرخه‌ای که مثلا داشتیم مردونه بود و پشتش یه ترک بود، اگر یه نفر اون پشت می‌نشست ما یاد گرفته بودیم که چجوری پامونو از جلو بلند کنیم بیاریم روی به اصطلاح این که این اتفاق نیفته. ممنونم، متشکرم، جمعه ما رو تبدیل کردید به یک جمعه ای که یه مقداری متنوع باشه و به قول دوستمون آقا کاری به چیز نداشته باشیم. البته عکس استفاده ناصحیح، آها گفتم اتون از اینجا به اون بر میرم و اینها، برای این دوستمون که میگم یادداشت کن، من اون روز به شما گفتم چرا شمشیر علی یا حضرت علی یا امام علی هر چی که بگید دو تا نوک داشته، یا نوک میگن نوک شمشیر دیگه، دو تا نوک داشته و اینجوری بوده، حالا اسمش ذوالفقار گذاشتن اینا، اینجوری بوده حقیقتا، بذارید مثل این مثلا اینجوری دو تا نوک داشته. یکی از دوستان جواب درست داد، گفت که چون حضرت علی
خیلی میخواسته آدم بکشه و سر ببره، مثلا توی روز طبق گفته امام خمینی 700 تا، طبق گفته دوستان کالیفرنیایی 7000 تا 8000 تا، که من به بعضی هاشون میگم آخه بی انصافا، شما 8000 رو این ساعات و دقیقه و اینها رو تقسیم کنید ببینید چجوری میشه، یعنی اینجوری اینجوری، اصلا ماشین های اوتوماتیک سر بخوان بزنن 8000 تا تو یک روز نمیشه، اونم روزی که اون موقع ها صبح با وای میسازن تا هوا روشن بشه، شبم از هوا تاریک میشه. بمانه این دوستمون گفت که ایشون چون خسته میشده یک شمشیری برش ساخته بودن که این شمشیره مثل این کاردای اتوماتیک برقی هست، روشن میکنید ریش 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 اینجا میباره، این برقی بوده، ریچارجبل بوده، پس مجبور میشده شبا بعد از اینکه آدم ها رو کشت و به اسلام آوردشون، حالا من دیگه کشته چجور به اسلام، بعدن این شمشیرش رو میزده تو پلاگ برق که چارج بشه برای فردا. اینم از این بود. خب حالا میخواستم عکسای این دوستانی که استفاده ناصحیح، استفاده غیرقانونی، چرا من میگم غیرقانونی؟ چون به این خانم بهناز شهریاری گفتم خانم شما حتی بلد نیستی از فیسبوک استفاده کنی، گفت فیسبوک خودمه، هر کاری دلم بخواد انجام میدم. گفتم ببین من نگفتم شما باید اول بیشعور باشی، کم شعور باشی تا نجات پرست باشی، بعد احمق باشی تا شاه اللهی باشی، ببین یکی یکی داری همه رو ثابت میکنی، فیسبوک مال شما نیست، فیسبوک مال اون صاحبشه که به شما اجازه داده اش استفاده کنی، هر روزی دلش بخواد میتونه دو شاخه همه رو بکشه بیرون، میتونه همه رو بندازه بیرون به هر دلیلی. و ای کاش دوستان از امروز شما تصمیم بگیرید هر کسی که مثل این خانم، مثل یه آقای دیگه بهتون نشون میدم، اینا استفاده ناصحیح میکنن یا استفاده غیرقانونی میکنن از چیز، بهتون نشون میدم که چگونه اینا رو ریپورت کنید، ریپورت کنید که فیسبوک اون چیزی بشه که خودش خواسته. گفته آقا فیسبوک، نگفته که نمیدونم فلگ بود، پرچم، نمیدونم فلان، تا شما میتونی پرچمو بزنی مثل آدم، عکس خودتو بذار این پایین، عکس پرچمتو بذار اون پشت، چیزی که هست شما احمقین، یاد نمیگیرین. بهتون گفتم توی این سن یاد گرفتن مشکل، شما گفتی نه من 67 سالمه ولی یاد میگیرم، یاد نگرفتی دیگه، یه نفرم بهت رو راست نبوده که بگه یاد نگرفتی برو دوباره کلاس اکابر، چون هیچ کدام از شما فکر نمی کنم از کلاس اکابر بالاتر رفته باشید. لایف تودی اگر بتونم پیدا کنم نشونت میدم الان و الان. به یکی از دوستان گفتم این نوشته ها رو خودتون بخونید، گفت آقا صدای من کجا صدای شما کجا؟ گفتم ببین اولا تعارف نکن، چون من تعارف بلد نیستم، یه وقت باورم میشه که صدام خوبه. دوم از اون مهم صدا نیست، مهم اون بیان مطلبه، مهم دکلمه کردنه، مهم اینه که این شعر رو شما خونده باشی بعد با احساس خودت قشنگ بتونی پخشش کنی. من اون روزم باز دنبال یه چیزی میگشتم به نام سه چرخه، بعد پیداش نکردم، دلیلشم الان بهتون میگم، برای که من نوشته بودم دو چرخه، با وجودی که این سه چرخ است ولی من نوشته بودم دو چرخه. یادتون میاد گفتم که توی ایران الان مسئله دو چرخ سواری خانم ها یه مسئله داغی شده و خانم ها به هر صورت که بتونن مخالفت میکنن. مثلا شما اینجا نگاه کنید، عکس این خانم رو نشون میدن، این دوچرخه یا سه چرخه ها رو فکر کنم چینا شروع کرده به ساختن، چون توی چین و اینها اون وقتا خیلی دوچرخه بود مثل هندوستان و اینها، ولی الان میدونید که اونها هم ماشین کوچیکی ساختن و به همین دلیل سوخت یعنی مصرف سوخت و مصرف بنزین در دنیا بالا رفته، یکی از دلایل گرانی نفت هم همین کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هندوستان هستن که اونها میگن بابا ما چقدر پا بزنیم، خسته شدیم، حالا دیگه ما چیز میکنیم، ما ماشین سوار میشیم، شما این ور اونور دنیا برید به عنوان تفریح تفنن دوچرخه سواری. دوستان نگاه کنید، اولا آقایون خانما با دمپایی دوچرخه سواری نکنید، مخصوصا خانما که ناخنهای بلندی دارید و فلان، یک کفش ورزشی بپوشید، این یک کفش ایشون رو نگاه کنید اشکال داره. خب بچه‌تون رو توی سبد
اونم پشتتون اینجوری قرار ندید که این بچه امکان این که بذارید بزرگتر بهتون نشون بدم، امکان این که دستش بره داخل اسپوک میگفتیم به اینا، نه بذارید من اینجا اینو یه کمی اینو آماده نکردم امروز، از این بابت ازتون عذر میخوام، عذر میخواهم کنون و با دلی در هم شکسته. حالا ببینم شما اینو بهتر بزرگتر میبینید. بله ببینید دوستان، اینو برای سبد، برای میوه، برای پاکت خاربار گذاشتن، نه برای بچه. بچهتون رو نذارید اینجا. اولا بچه ربع ساعت بشینه اینجا پادرد، باستندرد، همه چی میشه. دوما دست و ایناش خطرناکه، میره تو این، حالا همه عمرش بیچاره این انگشتش معیوب میشه یا فلان میشه. بعد حالا برگردیم به همون عکس، حالا ببینید، حالا هم که میخوان دوچرخ سواری کنن تو خیابون شب، این تا اونجایی که من میبینم نه چراغی جلویش هست نه چراغی عقبش هست، کجا؟ پشت اگزوز موتورسیکلت. موتورسیکلت ها بدترین نوع انجین دارن، اگه اشتباه نکنم انجین هاشون دو زمانه است، بعضی هاشون حتی روغن و بنزین قاطی میسوزونن. انجین هاشون چهار زمانه نیست، آب جدا، بنزین جدا، نمیدونم روغن جدا، اصلا آب که نداره. بعد به همین خاطر هم هست صدا زیاد میده و اینها. و حالا این نمیدونم موتور خوبیه که دود شما نمیبینیم، موتورها تازه شما اگه دودش هم نبینید بالاخره اون مواد شیمیایی و کشنده رو از اگزوزشون بیرون میدن. حالا خود این خانم بالا نشسته، امیدواریم هوای سالمتری رو بخوره، ولی اگزوز این اگه یه خط بکشیم قشنگ برای بچه. حالا اینم این خانم دختر ایرانی پیشرفته که میخواد با خود بجنگه. بابا میخواین با اونا بجنگین، خودتونو به کشتن ندید، اون وقت شما میشید مجاهدین که افتخارشون اینه که ما با آخوند جنگیدیم 120 هزار تام کشته دادیم. خب 120 هزار تا کشته دادی که چی؟ یک آقای ایرانی شیرازی همشهری من رفته بود این پارالمپیک، با وجودی که سنش نزدیک 50 سال بوده، 48 سالش بوده و اینها، و بنده خدا اونجا تصادف کرده و فوت شد. بعد مراسمی بوده توی شیراز، مراسمی بوده جاهای مختلف. بعد جالب اینه و بدبختی اینه که فیلمی رو که اینا مثلا دوچرخ سوارا سوار شدن برن به عنوان گرامی داشت ایشون دم منزلش تسکین و تسلیت دادن به خانواده اینها، این فیلم رو بریدن بعضیا، گذاشتن برای یعنی مخالفت با دولت. آقا خانم برای این بدبخت ها الکی در سر درست نکنید. یادتونه اون خواننده پاشایی بود کی بود وقتی فوت شد هی گفتن اینجوری اونجوری، بعد پدرش اومد گفت آقا اصلا این سیاسی نبوده، این زنده شو که راحت نذاشتین، مردش هم میخوان اذیت کنین، ول کنین. در هر صورت اینا چون دیگه افراد زنده رو نمیتونن پیدا کنن، از افراد مرده سوء استفاده میکنن. خب ببینم براتون چی گذاشتم که نشون بدم. بله این یک لحظه، هر کدوم از این عکس‌ها یه جایی به خصوصی باز میشه، ما هی باید این صفحه رو بکشیم این و بکشیم اون ور تا شما بتونید ازش به اصطلاح استفاده کنید. حالا برای من جالبه که توی این مراسم که برای عزاداری و تا در خونه اون آقا بوده، ببینید حتی ماشینای چیز اینا، خیلی از خانوما دارن دوچرخ سواری میکنن. بذارید یه بار دیگه اگه بتونم اینو از اول نشون بدم، گویا اینم اون ویدیوی خودش هست که بذارید از اینجا براتون نشون بدم و یکم هم بیارش پایین که این چیزای این دیده نشه. بله میبینید این مثلا یه خانومه، اون باز یه خانومه، اون یه خانومه، اون یه خانومه، ببینید خیلی قشنگ اینجوری. بله این میشه مقاومت، این میشه مبارزه، یعنی با اسلحه خودشون میرید به جنگ خودشون دیگه. این بهترین نوع مبارزه است. ببینیم که این تمشک آلوبالو برای ما ننوشت که خانم یا آقاست، زمینن خانم یا آقای تمشک آلوبالو. من اگر به مخالفینم میگم اونا دارن کار غیر قانونی میکنن، شما هم کار غیر قانونی میکنی با فیسبوک. ممکنه به من بگی بله من تو ایرانم، نمیخوام اسم و رسمم فلان اینها باشه، نمیخوام عکسم باشه، ولی به نظر من خب اگر کسی نمیخواد نخواد دیگه، اگه میخواد باید عکسشو بذاره،
اسمشو درست بنویسه. دلیل فیسبوک، دلیل پیدایشش این بود. همینجوری که میبینید این دوست ما یه مقداری هم مسن بوده، موهاش رنگ کرده، به نظرم میاد حتی جلو موها رو کاشته. خب به خودش میرسیده، هیچ عیبی نداره. خیلی ها من میگم صبحی شما چرا موهاتو رنگ نمی کنی؟ میگم برای کی رنگ کنم؟ برای شما رنگ کنم. اگه رنگ کنم بیام که شما خودتون میخندید میگی آقا این که خیلی موهاش زشت شده و شده اونیست پاکستانی ها، و شما که میفهمید من 60 سالمه. برای کی رنگ کنم؟ برای خانمم رنگ کنم؟ خانمم که میدونه من 60 سالمه. برای کی رنگ کنم؟ برای تلویزیون رنگ کنم؟ این همه رنگ شده دارید، بستتون نیست که میخوان یه دونه دیگه هم که سالم و رنگ نشده اینم رنگ کنیم؟ خب امروز جمعه است. بله دوستان عزیز، شما میتوانید با تلفن هم برنامه های ما رو داشته باشید. چجوری؟ اگر توی آمریکا هستید یا توی انگلستان هستید، این دو شماره لطف کنید، اگه یکی تو انگلستان هست این شماره 03-231-098-88 UK یعنی United Kingdom یعنی پادشاهی، ایالات متحده پادشاهی، و USA هم United States of America، اینجا 515-605-95-31. من خودم CSPAN WTOP News و اینها رو قبلا از دیتا استفاده میکردم. یه دفعه برای من اومد که آقا دیتا تموم شده، اینقدر دیتا بهت بدیم 20 دلار یا برو بالاتر ماهی مثلا 20 دلار بده. زنگ زدم گفتم آقا نمیخوام خانم، نمیخوام، اشتباه کردم، این وای فای هم روشن نبوده دیگه، از این بعد با وای فای استفاده میکنم. بعد دیدم چرا این کارو بکنم، چون وقتی با دیتا استفاده میکنم تلفنم انقدر گرم میشه که اصلا فکر میکنی همون موقع واقعا داره مغزتم به اصطلاح به جوش میاره. ولی با تلفن حالا چه نوع سیگنالی استفاده میکنن، اگه یه کسی توی این چیزا وارده بیاد برای ما توضیح بده که چرا دیتا وقتی استفاده میکنیم گرم میشه، وقتی دیرکشن میگیریم اون جی پی اس تلفن اینقدر گرم میشه ولی تلفن اونجوری گرم نمیشه. در اصل با تلفن، مخصوصا تلفنایی که آن لیمیتد یا غیر محدود هست، هر چی میخواین این شماره رو داشته باشید. یه بار دیگه بهتون نشون میدم و تماس بگیرید، و به نظر من خیلی راحته، خیلی کانوینینت هست. ممنون و متشکرم. ببینیم دیگه براتون عکس چی گذاشتیم، از این عکس به اون عکس. بله دوستان، اینایی که میخوان ایران آزاد کنن، نگاه کنید، این خانم بهناز شهریاری است. اولا اینا فکر کنن یه عکس پرچم اگه گذاشتن، اوه اوه چه تلاشی کردن، همون جوری که پرچم با باد اون بالا تکون میخوره، اینا موومنت یا جنبششون در حرکته. مثلا همین یا یک خانم دیگه نوشته بود که خانم شیفته جان خودش رو به خطر انداخته، آهنگایی میخونه بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران. برید خجالت بکشید، ببخشید من اینو میگم، پدر من چون کامیوندار بود، خب با یه قشری کار میکرد که یه کمی بیشتر روزا تو خیابون بودن و اینها، صحبتاشون به قول معروف ستریت سمارت بود، اینجوری بود. بعد یه نفر که میمد خیلی دروغ میگو، خیلی ادعا میکرد، میگو آقا تو برو مامانتو شوهر بده، یا قدیما میگفتن تو برو ننتو شوهر بده، یعنی برو یک سرپرستی برای مادرت پیدا کن که مادرت مجبور نباشه به کارهایی که شرافتمندانه نیست دست بزنه. شماها هم برید مادراتونو شوهر بدید و نمیخواد ایرانو آزاد کنید. با چی؟ با یک فیسبوکی که مثلا 255 نفر داره ایشون، اینم اینجوری، اینجا باید عکس منحوس شما باشه. حالا اینقدر زشت هستید، اینقدر جراحی کردید که نمیخواید بذارید، برید عکس 30 سال پیش رو بذارید. این بالا اون چیزیه که شما میخواین ارائه بدید. میتونید بله من اینجا گذاشتم عکس خودم رو، این بالا گذاشتم سوربی با مردم، یعنی این سوربی که میبینید بله همین سوربیه تو تلویزیون. شماها اولین قدمها، اولین اصول بازیهای قانونی رو هم بلد نیستید. برید دنبال کار زندگیتون. حالا بذارید بهتون باز یه چیز دیگه نشون بدم. حالا دوستان میگن آقا قرار شد شما اینا رو ول کنید. مثلا این عکس هم توی وبسایت یا فیسبوک
خانم بهناز شهریاری است، چون ایشون گفت که من اصلا برام مسئله نیست هر چی میخوای نشون بده. منم براش نوشتم آره میدونم شما خیلی باهوشی، میدونی که there is no bad publicity، یعنی هر تبلیغی که ما میکنیم برات به اصطلاح مجانیه و حتی اگر ما بدی بگیم به نفع شما میشه. الان دیگه مردم شما رو میشناسن خانم بهناز شهریاری، اگر کسی دنبال یه سری پیر دختر میگرده میدونه بیاد توی وبسایت شما. ببینید این عکس‌ها رو من وقتی ماوسمو میارم، مثلا ایشون رو نوشته شیوا شیروانی، چرا میفهمم این اشتباهه؟ برای که رو عکس پوری بنایی که میارم مینویسه بهناز شهریاری، رو عکس این خانم که میارم مینویسه شعله که نمیدونم، رو عکس این آقا که میارم مینویسه فریبا نوری. اگه اینا وارد باشن، رو عکس این خانم که میارم نوشته بهار میرهادی، رو عکس این خانم که میارم نوشته بهرام. حالا ببینید این خانم بهرامه، این آقا فریبا. این خانم شیفته رو ما میشناسیم، بله اینجا هم نوشته خانم شیفته. و خانم شیفته چجوری جانش در خطره که ماشاءالله هر روز خوشگلتر جوانتر. البته اینها رو از دور دیدن خوبه، از نزدیک که میبینی اون وقتا میگفتن از دور اینها دل میبرن، از نزدیک زهره. من یه مدت نمیفهمیدم، میگفتم یعنی چی؟ بعدن فهمیدم که بابا اینها رو وقتی از نزدیک میبینی اصلا وحشت میکنی. خب بله، اون روز من در مورد اسلحه در آمریکا صحبت کردم. یه دوستی برای من نوشته بود که آقای سوربی نیمه کاره گذاشتی، بعد خندم گرفت، گفتم که خب اب نداره، ما همه همین جور هستیم. اون مسابقه آقای میبودی با آقای عباس شیر محمدی ببینید خودتون گواهی میدید. در هر صورت ببینید دوستان، اینجا طرف چون حالا دیگه سوار اسب نیست، سوار پیکاپ تراک هست. این پیکاپ تراک رو تو ایران بهش میگیم وانت. خود وانت من نمیدونم کلمه کجا، بعد میگفتن بگید تاکسی بار. خب خود تاکسی هم کلمه خارجیه، در هر صورت نمیدونم. اینجا به اینا میگن رک، گان رک. اینا رو میخرن، نصب میکنن خیلی ساده و اسلحه هاشون رو میذارن. چرا این اسلحه رو میذاره؟ که اگر من دارم رانندگی میکنم پشت سر این آقا میبینم یواش میره، بوغ نزنم، بفهمم که این ممکنه اگه اومد بیرون با اسلحه بیاد بیرون. اگه این با خانمش دعواش شده باشه یا رو تلفن الان داره با یکی صحبت میکنه، حواسش تو تلفنه، داره یواش میره، اگه من بوق بزنم همه اونا رو ول میکنه، میاد بیرون منو شوت میکنه. شوت کردن یعنی به من شلیک میکنه. خب حالا یه حسنی داره یه عیبی داره. حسنش اینه که ببینید، از خودتون سوال کنید، فکر کنید که شما یه دزد هستید و اینجا که من زندگی میکنم 10 تا خونه هست، شما میاین امشب میخواین بیان یکی از این خونه ها رو به اصطلاح سرقت کنید اموالشو. اگر بدونید که سوربی 3 تا اسلحه داره، اون خونه 10 تا اسلحه داره، اون خونه اولی خیلی لیبراله و اسلحه نداره، کدومشو میرید شما؟ میرید سراغ اونی که اسلحه نداره. پس داشتن اسلحه یه جورایی حقیقتا یه جورایی امنیت میاره، مخصوصا تو کشوری که اصلا پایه و اساسش بر اسلحه و زور و جنگ و اینها بوده. ولی از یه طرف مشکلای اینجوری هم پیدا میکنه. ما اینجا چند روزی که میگذره میگه تو بلتوی یه نفر داشته رانندگی میکرده، یه دفعه تق یکی میاد یه تیر بهش میزنه میره. حالا ممکن کشته نشه، شیشهش بشکنه، یا ولی ممکنه مثلا این تو 4 تا خیابون پایین تر اصلا بدونی که متوجه باشه پیچیده جلو طرف، اون طرف آمده خودش رسونده به این، یه تیر هم زده رفته، حالا یا این میمیره یا نمیمیره. این مشکلات رو هم داره. ولی بذارید من باز از شما یه سوالی بکنم. اگر شما برید توی کافه ای و بدونید که این صاحب کافه و رستوران اجازه میده که همه مشتریاش اسلحه‌هاشون رو اگه دارن بیارن، شما میان توی این کافه، حتی اگه اسلحه داشته باشید به مشتری‌ها میگین پولاتون و جواهراتون رو بدید به من، یا میرید توی کافه اون بر خیابون که میگه ورود اسلحه ممنوع؟ این داشتن اسلحه اولا ایالت به ایالت قانونش فرق میکنه، دوما خیلی تغییر کرده، حتی خود دولت یه نوع به اصطلاح تیرهایی ساخته که این تیرها بعد از چند سال باطل میشه،
یعنی خود دولت هم وحشت داره از مردم که اسلحه دارن، به همین خاطر میخواد یه جورایی اینا رو خل اصلاح کنه، ولی میدونن که یک سازمانی به عنوان NRA National Rifle Association که منم سالها عضوشون بودم اینها، بعد دیدم نه اینا دیگه خیلی تندروان، ول کردم. حتی آقای جورج بوش پدر جزبشون بود، عضوشون بود، ممبر بود، اونم ول کرد. در هر صورت این هست، حالا باز عکس ها رو بهتون نشون میدم اگر بیان، ولی عکس ها میگم چون مثلا من مینیسم گان، بعد یه عکس یه دوست برم میفیسه اینو برمیدارم، عکس ها میاد وسط همدیگه و یکم ما باید یا اینا رو با شماره کنیم یا یه ترتیبی به خودمون بیشتر بدیم تا بتونیم اینها رو ازشون استفاده بهتری داشته باشیم. بله، خب اینم جوک طنز حقیقت. میدونید من بارها گفتم طنز حقیقت تلخ، برای اینکه به صورت گوارا در بیاد شیرینش میکنن و به من و شما میگن با اون قدرت فن بیانی که دارن. ترک کردن آسان فیسبوک، وایبر، واتساپ، لاین، تانگو، پلاس، اینستاگرام بدون درد و خماری. میدونید که این آگهی‌ها رو برای معتادان الکل، معتادان به مواد مخدر، معتادا به سیگار همچین آگهی هایی میذاشتن. حالا دیگه برای معتادای به فیسبوک، چون خوندیم اعتیاد به فیسبوک میگن از اعتیاد به هروئین بدتره. البته اینو کی گفته؟ یه نفر همینجوری تو خونه دلش خواسته بنویسه، زیرش هم بعد نوشته فلان دانشگاه. حالا شما برو پیدا کن که اون درست میگه یا دروغ میگه. ترک کردن آسان فیسبوک، وایبر، واتساپ، لاین، تانگو، پلاس، اینستاگرام بدون درد و خماری، بازگشت به زندگی 100% تضمینی، کاملا گیاهی، بدون عوارض جاذبی یا جانبی و بدون بازگشت با گوشی های نوکیا 1100 چراغ قوه‌دار به آغوش گرم خانواده برگردی. خیلی جالبه. دلیلش هم اینه که اون تلفن های قدیمی رو که شما میگیرید این قدرت به اصطلاح آپشن یا انتخاب رفتن روی اینترنت و اینها رو نداره و همین که شما روی اینترنت نمیتونید برید، پس این مشکل حل میشه. من گاهگاه این ورانور که میرم عکس میگیرم، یه چیزایی که میبینم بهتون یه دفعه عکس نشون دادم، رفتم معاینه چشم، بعد اتفاقا یه خانم دکتری هم بود، خانم لطیفی، صداش کردم وقتی خواستم بیام بیرون، گفتم خانم لطیفی فکر کنید که من نابینا هستم و شما این سین نابینا رو حالا تازه دست منو بگیر به من نشون بده. کلی خندید. سین نابینا رو گذاشته بودن پشت دو تا سین که شما اگه میرفتی اول باید میزدی اونا رو مینداختی میشکندی چون نابینا هستی، بعدن تازه رو دیوار یه سین گذاشته بودن. نگاه کنید دوستان، این دیگه وقتی که یه جاهای خیلی شفتش میدن. من خودم مدت‌ها این ریسایکل رو به نحو احسن انجام میدادم. حتی این قوطی‌های کن نوشابه، شیشه های شیر یا پلاستیک های شیر وقتی تموم میشد یه آب میزدم بهش که پاک باشه. دلیلش اینه که قوطی کن رو اگه شما میذارید زنبور و چیزهای دیگه میان، حشرات دیگه، مگس و اینا جمع میشن، شیر توش گندیده میشه. در اصل یه آب میزدیم که آب تمیز باشه، بعدم جدا میذاشتیم قوطی کن، قوطی اصلا یعنی کن یعنی قوطی، قوطی نوشابه این ور، شیشه نوشابه اون ور، پلاستیک شیر اون ور، پلاستیک اون ور، کاغذ و کتاب و اینها یه ور. آقا یه دو بار دیدم این کسی که میاد در خونه ما اینا همه رو ور میداره میریزه یه جا. خب خودم ما رو مسخره کردی؟ ما از این هفته تا اون هفته اینا رو یکی یکی جدا میریزیم. یه مهمونی که میاد اگه میندازه تو سطل آشغال فوری میریم اونو برمیداریم که اون بنده خدا هم میگه چه اشتباهی کردم، میاریم میشوریم میذاریمش اینجا. وقت تو میای همه اینا رو میریزی یه جا. بعد یه مدت گفتیم بابا ولمون کن، برگشتیم به اون اصلی که میگن همه چیز از کره زمین اومده و همه چیز برمیگرده به کره زمین، مهم نیست شما چه جوری میکسش کنید. نگاه کنید اینجا نوشته cans bottle paper. cans یعنی قوطی ها، bottle یعنی شیشه ها و پیپر هم اینجا. حالا ببینید شما اگه از اینجا بندازی میاد همین، اگه از اینجا بندازی میاد همین، اگه از اینم بندازی میاد همین. خب اینا مسخره کردن و وقت تلف کردن. و حالا قولتون میدم همین سطل آشغالی رو اگه بخواید بخرید، این سطل آشغالی حتما 150 دلار 200 دلار قیمتشه به دو دلیل، یکی استیله
دوم اینکه اینجوری یعنی جدا کرده یا اینا رو سپریت کرده. بذارید من یه چیزی رو که قبلا هم بهتون نشون داده بودم نشون بدم. این ماجرای اینترنت، اینایی که میگن که ما میخوایم بریم رو اینترنت. آقای فرزاد شبستانی ویدیو جدید شد دیروز برای من فرستاد و از دیروز گذاشتم، حتما ببینید. خیلی قشنگ صحبت میکنه برای ماجرایی که به سرش آمده و ویندوز 10 که گرفته، سیستم ضبط کردنش و اینها از بین رفته. و ببینید دوستان، شما وقتی میری رو اینترنت، دولت یا اون مسئولین صفحه، حالا اینجا اول لباس دولتی پوشیده برای این که یعنی گاورمنت، داره حتی با یک ذره بین از اون ور شما رو نگاه میکنه. یعنی شما اگر میخواین کسی نبینتتون، خانم بهناز شهریاری، خانم شکوه میرزادگی، اگر میخواین کسی این چیزا رو برای شما نفرسته، شما باید اینترنت رو درش رو ببندید و باهاش خداحافظی کنید. یا چیز دیگه ای که من به خانم شکوه میرزادگی نوشتم این بود که نوشتم که هر روز اینا برامون میاد، شما نمیتونید هر روز برای همه دوستاتون ایمیل بفرستید که برای من اینو نفرستید. بعضی وقتا اصلا ما نیستیم، خود اینا میفرستن. براشون نوشتم بانک ویلز فارگو، بزرگترین بانک آمریکا، که وقتی مردم بهش اعتماد میکنن اون میاد از اعتماد اینا سوء استفاده میکنه و قرار میذارن که برای هر مشتریشون 10 تا حساب باز کنن بدون اینکه اون مشتری خبر داره. آقا از یک برنامه میخواستم بگم شلخته، ولی انقدر پول این لینکدین رفته بالا که دیگه نمیشه بگی شلخته. از یه برنامه اینجوری شما چه انتظاری دارید؟ بله، میگه که بابام میگه آخوندا انگل‌های جامعه هستن. دوستان نگاه کنید، اینم باز یه عقب افتاده‌ای حتما مثل خانم بهناز شهریاریه که فکر میکنن با این درست کردن یه چیزی به این بدی، به این پیش پا افتادگی، اینا جنبش کردن و فعالیت کردن، با آخوند جنگیدن. اولا ببینید اون احمقی که اینو درست کرده حتی نتونسته اینو هم خط و هم تراز این کاغذه بنویسه. این پایین شما نگاه کنید، اگه اینو کج میبینید نوشته باید با 100,000 جلوه. این کاغذه اگه کجه، این دیواره اینجا ببینید زاویه، این کسی که رسم فنی بلد باشه میفهمه این زاویه مثلا اگه 15 درجه 17 درجه 20 درجه هست، اینم همونه، نوشته ها هم همونه. ولی شما نگاه کنید، حالا ببینید اگه اینو یک بسیجی عقب افتاده، یک سپاه پاسدار عقب افتاده، یه آخوند عقب افتاده اینو ببینه، این بچه رو بشناسه، خانواده اینا رو بشناسه، ببینید چه بلایی سر اینا میارن. آیا این کمکی هست که شماها انجام میدید؟ این جنبش هایی هست که شماها بهش افتخار میکنید؟ اگه میخواین به چیزی افتخار کنید، به این عکس افتخار کنید که واقعا زیباست و این مثل مراسم افتتاحیه یک چیز ورزشی بوده، نمیدونم المپیک بوده، جام جهانی بوده، چی بوده. میدونید که اونا کنترل ندارن که چه کسی پرچم این کشور رو بیاره و اینجا پرچم ایران رو 4 تا بانوی زیبای نیمه لخت تقریبا دارن میارن. حالا به نظر من این بهتره، اگه به نظر شما اون یکی بهتره، خب برید همون کار رو انجام بدید، هی برای مردم فقط دردسر درست کنید. دوستان دیدید که حتما تلویزیون های ایرانی، اتفاقا باز آقای شبستری صحبت میکنه راجع به این تلویزیون های ایرانی، نشستن مثلا یه پیرمرد 80 ساله‌ای حالا موهاشو تازه رنگ کرده، نور و نور پردازی اینها، باز شما وقتی میبینیش حالت میخواد به هم بخوره، بعد میاد هی از شهامت از شجاعتهای خودش میگه. این نقاشی که اینجا هست روی جلد این کتاب خلقیات ما ایرانی ها، گویا و بیان کننده چنین خلق و خویی هست. احتمالا شما توی فامیلتون، توی دوستاتون، توی مهمونی ها دارید افراد این چنینی که وضعشون اینجوریه، ولی تو آینه که نگاه میکنن، بذارید نزدیکتر بهتون نشون بدم، شاید اگر تو کامپیوتر و تلفن و اینا نگاه کنید ممکنه به خوبی نبینید. الان بله ببینید صورت این طرف اینجوریه، ولی خودش رو کوروش و داریوش میبینه، که حالا من منتظرم یه روزی این کوروش و داریوش هم بیان عکس حقیقیشون مثل عکس حضرت علی یا تونه میذاشتن با یه شمشیری و یک نمیدونم
شال سبز اتفاقا حضرت علی هم مثل که جزو جنبش سبز بوده و بعدا یه عکسی رو توی چیز انگلستان گویا موزه انگلستان نشون دادن که آقا علی نقاشی که ازش موجود هست اینه. خب ببینم براتون چی گذاشتم. آها این ویدیو رو دوستان همین دوستمون فرستاده بر من روی فیسبوک گذاشتم، یه پسر کوچولویی که حتی خودش تو این میگه که من هنوز دنیا نیومده بودم وقتی که عراق مورد حمله آمریکا قرار گرفت و اگر کسی میخواد، چون این به انگلیسی صحبت میکنه و به عربی نوشته، من روی فیسبوک گذاشتم، ولی اگر کسی میخواد بگه تا من براش بفرستم. خیلی قشنگ خیلی با منطق صحبت میکنه و ای کاش کمپوزیسیون ما از این پسر کوچولو یاد بگیره که اینجوریه. یه عکسی هست نسبتاً قدیمیه، نسبتاً که چه عرض کنم قدیمیه، ولی این قلیونی ها رو نشون میده، اینا که قلیون میکشن چجوری، فکر کنم آقای دکتر افشارها باشه. میبینید که توی این ماشین قلیونش رو اینجوری نصب کرده. بذارید من برم به تلفن و پاسخ بدم. بله سوربی هستم دوست عزیز، تلویزیون مردم، بفرمایید. جناب سوربی سلام، افشارها هستم، تهران، الان ساعت 2:32. سلام بر شما، ممنون و متشکرم. من به دوستان در قسمت اول برنامه گفتم که از آقای کاظم افشارها، دکتر کاظم افشارها خواستم که این نوشته خودشون رو امروز با زبان خودشون بخونن، چون میگن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. بفرمایید این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. آقای سوربی با سلام به شنوندگان محترمتون، یک مختصری هم بنده بیشتر تصویه بخت خواهم کرد بعد از خوندن این، اگر اجازه بفرمایید میکنم. و اما اون مقاله، بازی موش و گربه کنگره امریکا با کاخ ابیض، یعنی همون کاخ سفید. چند روز پیش در صدر اخبار امریکا و اسرائیل، براکت دو کشور دوستدار بشریت، نجیب و رازگو و درست کردار، خبری به شرح زیب درد شده و پخش می‌گردید و همواره به وسیله نوکرانشان در رسانه‌های وابسته گفتاری و تصویری مکررن پخش گشته و به وسیله مفسرین فارسی زبان بی‌غرض همواره در حال پخش بوده و خبرش را داغ نگه داشتند. اما نقل به مضمون خبر مربوطه، کاخ سفید اعلام کرده است در صورت تصویب طرح پیشنهادی کنگره مبنی بر اعلام دارایی‌های میلیاردی سران جمهوری اسلامی در بانک‌های خارجی توسط خزانه‌داری امریکا، رئیس جمهور آن را ویتو خواهد کرد. جناب آقای رئیس جمهور، نمایندگان و سناتورهای ریز و درشت کنگره امریکا، شما را به حضرت روح القدس قسم، شما را به جان مادرتان سوگند، بیایید و این طرح مجهول و مسخره را کنگره ها تصویب کرده و آقای رئیس جمهور محترم هم آن را توشیح بفرمایند تا بعد از تحقیقات لازمه و کامله وسیله مقامات مسئول خزانه‌داریتان به دلایل مشروحه زیر برگی دیگر بر پرونده قطور آبروریزی هایتان اضافه شده، فوراً و یا 30-40 سال بعد از آن وزیر خارجه متواضعتان از مردم شریف ایران عذرخواهی بنماید. الف، مردم دنیا بریزن به سر بانک‌های جهان و بگوین این چه مسخره بازار است که یک دن و یک ریز همه مشتریان خود را اطمینان می‌دهید که در حفظ اسرار مالی آنان نهایت دقت را نموده و به قول خودتان پرایوسی لحاظ می‌شود، در حالی که می‌بینیم به خزانه‌داری امریکا ریز حساب‌های مردم را بروز داده و اعلام می‌دارید. باشد تا به این وسیله دروغ و پوشالی بودن پرایویسی بانک ها هم به خلق عالم اثبات گردد. البته بنده به همین دلیل مطمئن هستم که هرگز هیچ بانکی از بانک های مختلف جهان
محال ممتنع است به امریکا اجازه دهد به حساب مشتریان آنها دسترسی پیدا کند. به فرض دستیابی مقامات خزانه‌داری امریکا به حساب‌های فرضی زمانی که دیدن با توجه به گاف و لاف زدنها و اقراق‌های آنچنانیشان درباره موجودی‌های بیان شده و حساب‌های مربوطه آه در بساط آن حساب‌ها نیست، آبروی رفته شده آنها هزاران بار بیشتر از گذشته ریخته و برای صدومین بار سیاه رویی و قشداریشان در حیطه جهانی ثابت بشود. حالا می فهمم که وقتی این بنده خدا آقای دونالد ترامپ می گوید دوباره امریکا را بزرگ و محترمش می کنم به چه معنا بوده و به چه دلیلی می گوید. گویا خالی بندی ها و اشتباهات کاخ سفید و کنگره امریکا آنقدر شور و بیمعنا شده است که عاقلان و وطن پرستانشان به فکر ترمیم آن افتادند. به عبارت دیگر آش آنقدر شور شده است که کد خدا هم فهمیده است. درست است که در آستانه بهمن 1357 حساب‌های بانکی عده زیادی دزد بیت المال در حکومت محمد رضا پهلوی چپاول و قارت میلیارد دلاری ایرانیان طاغوتی و فراری به امریکا، انگلیس و اسرائیل و نوکران آماده به فرارشان اعلام گردید، اما آن کار بهرمانانه وسیله خود کارمندان شریف و انقلابی بانکهای ایران بود که با ارائه سندهای دقیق و انکارناپذیر دزدی ها و چپاول آنچنانی را کشف و اعلام نمودن، نه چیز دیگر. من از این که کشور امریکا خصمانه و جاهلانه بی پایه و بی اساس برای بدنامی مسلمین و ارضای مقاصد شوم سیاسی خود از حرکت زیبا و به جای کارمندان شریف بانک های ایرانی در سال 57 تقلید و نسخه برداری می نماید به خودم بالیده و مباهات می نماید. لکن این کنگره چی های امریکا نمی دانند که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. به جا خواهد بود اگر برای بعضی از این سناتورهای امریکایی و طراحان چنین طرح‌هایی کلاس درس سیاسی به معلمی پرویز و حالب و شهرام و علیرضا و دیگر تربچه‌های سیاسی ایرانی و به مدیریت لاجوردی یا علیرضا خان نوریزاده و صد البته به مدیر کلی آقا رضای گل گلاب ترتیب داده و بعد از موفقیت در امتحانات آخر ترم اشراح‌زاده عزیزشان دیپلم اخذ نماید، آنگاه در مرتبه سناتوری بزرگترین ابرقدرت و 17 تریلیون بدهکار جهان تکیه بزنند. با آرزوی عقل بیشتر برای سناتورهای عالم، حقیر کمتر از قطمیر، کاظم افشارها، تورنتو، سپتامبر 2016. خیلی ممنونم. اجازه بدید من همینجا به دوستان یه پیشنهاد کنم. این کار قشنگی رو که شما انجام میدید که وقتی میخوان یه چیزی رو بگید مینویسید، دلیلش اینه که شما معلم هستید، شما استاد هستید، شما درس میدید، شما تو دانشگاه مختلف محافل مختلف دعوت میشید و نمیگید ای بابا این که کار هر روز منه. همون افتضاحی که آقای ترامپ کرد، گفت من هر روز حرف میزنم، ولی وقتی آمد اونجا دوشنبه دیدیم که چجوری خودش رو به افتضاح کشید و از شما ممنونم که اینجوری جناب آقای سوری اجازه بفرمایید خواهش می‌کنم تکمله بزنم. به عرضم من چیزهایی رو که می‌نویسم قید می‌کنم، تمام مسائل دیگری که در هر برنامه و یا در هر کجایی بیان می‌کنم اینها اگر خوب اگر بد اگر زشت اگر زیبا تراوشات آنی ذهنی و محفوظات و تعقلات بنده است. من مطلقا در موقع صحبتام با افراد از روی کتاب یا نوشته یا چیزی نمیخونم، اینها رو به این دلیل انجام میدم و مستند میکنم و میفرستم و مینویسم که مقالات هست که بعد در کتابچه ای یا اصولا دفترچه مقالات
بدین من عرض کنم. بفرمایید. بله، اولا درباره یه موردی که اون سری هم اشاره فرمودین، درباره دوچرخه و فتوای دوچرخه بود. آقای سربی عزیز، چون حضرت عالی رو من آدم منطقی و معقول به نسبه ای میدونم، در این باره به عرضتون برسونم که مسئله فتوا غیر از مسئله قانونی شدن یک چیزیست. فتوا یک مسئله شرعیست که اگر شما الان یک مسئله مطلبی داشته باشید، برید روی تلویزیون و دفتر فتوای اون، به اصطلاح اگر مسلمان هستین و یعنی مقید هستین به فتوا، اگر اون به اصطلاح مفتی خودتون رو بگیرید سوالی بکنین جواب میاد. این آقایون در اون به اصطلاح مقطع کاریشون فتوا میدن، اولا بر کسانی که مقلدی ایشون نیستن اجبار نیست استفاده کنن. یک کسی ممکنه مقلدش شیخ باشه، یک آیت اللهی باشه که بگه آقا نخیر دوچرخه سواری حلاله، برین سوار بشین و بشن. ثانیاً هر وقت این رهبران میخوان یک حرفی رو بزنن که مستند به قانون، میگن آقا طبق اصل فلان قانون اساسی ما شما رو مثلا بیکار منصوب میکنیم. جایی که اشاره به قانون نمیشن این فتوای شرعی است. اتفاقا همون روز بعد از اونی که آقای خامنه ای در این مورد فتوا داده بودن، یک دختری رو مصاحبه کرد و یک پاسداری بود من دیدم، گفت طبق چه قانونی میخواین ما رو بگیریم؟ چون قانون نشده، اصلا قانون نبوده. حالا اگر مغرضی گفت این آقایون حرفی که میزنن میشه قانون، به نظر بنده دیگه این باز ناشی از همون افراطیگری هستش. در همین مملکت غرب هم ابورشن کلیسا ممنوع میدونه. به همین دلیل من الان خانواده‌های کانادایی هست میشناسن که 15 تا بچه دارن، خیلی هم زیادن، حالا امریکا رو نمیدونن، 12 تا هم بچه دارن، چون اینا ابورشن رو نهی شدن و اعتقاد دارن به گفته اون پریستشون و فتواشون. ولی خب قانونی نیست، اگر کسی هم بخواد بره از که ابورشن کنه هیچ ایرادی نداره. فرق بگذاریم بین فتاوی شرعی و چیزهای قانونی، این یک مورد بود. مسئله دوم درباره انتقاد به معنای نقد کردن، یعنی گفتار خوب و بد یک مطلب، مسئله یا شخصی است و بدون هیچ شرطی است، هیچ شرطی نداره. همه کس حق انتقاد دارن. تو تاکسی میشینین، راننده تاکسی داره انتقاد میکنه، میگه بابا این برنامه سوربی راستی خیلی خوبه، فقط حیده که این وقتی که مثلا اینجوری میگه دستشو اونجوری بالا میده. این انتقاد سازنده است، غیر سازندش هم همونه. اصلا انتقاد کسی که معنی لغوی بدون این آقا ای به می جمله به گفتی هنرش نیست بگودی، که ای که از می که همش بد نیست، خب تچول میکنه، مچول میکنه، آدم شنگول میشه، خب یک معایبی هم داره. مثال این هم درباره اون انتقاد بدون پیش شرطه. اگر کسی آمد و خلق کرد شرایط، استاندارد، فاکتور، اینها دیگه از همون به اصطلاح خودخواهی های ذهنی ناشی میشود، که چون به اصطلاح بسیار مسئله سخیفی است. در مورد قضاوتون ها من هیچ اصلا وارد به اصطلاح موضوع ماهویش نمیشم. در مورد عرضم به حضورتون که مسائل دیگه هم همونطور که حضورم عرض میخوام، تلفنی خدمتون عرض کردم، من تا دوشنبه سه شنبه وضع یک مسافرتی به اصطلاح کاری باز مشخص میشه. اگر انشالله فرصتی باشه به توضیح دوستان که باز به اصطلاح ما رو تشویق مجدد کردن و خواستن، احتمالا باز جلساتی رو به زحمت عرضه حضرت عالی و بینندگان محترمتون بشنوم که روز سه شنبه چهار شنبه میتونم خدمت نظر قطعی رو بدم که باید برای جمعه ها برنامه بگذارید. اگر امری فرمایشی نباشه مرخص میشم. من ممنونم از تماستون و آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی متشکر هستم. سه شنبه تماس میگیرم. روز روزگارتون خوش. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید مثل آقای دکتر کاظم افشارها، مثل آقای یزدان خداونده بود، مثل آقای مینویی برنامه داشته باشید، برنامه مال خودتون باشه، مستقل باشه، یا بتونه مثلا بیان بگید که من دوست دارم تو هم باشی تا برنامه به صورت گفت و شنود باشه. در صورت همینجوری که اینجا هم نوشتیم و شما هر روز میبینید، شما از این بحث شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. همین الان که با شما صحبت میکنم، خانم
بهناز شهریاری عقب افتاده پادشاه، شاه اللهی نه پادشاهی، ورداشته شکایت من رو به آقای مینویی کرده که چون گفتمتون اون ایمیل رو آقای مینویی فرستاده، به دو دلیل، یا اینکه ایشون از تکنیک ایمیل خبر نداره یا اینکه براش مهم نبوده، برای همه فرستاد. و وقتی برای همه فرستاده بود یه اشکال داخلش بود، من اون اشکال رو باز برای همه فرستادم که این اشکال آقای مینویی هم از من تشکر کردن. یه عقب افتادهی ببینید که خود اینها باعث میشن. من به شما گفتم امروز نمیخوام راجع به این شاه الله یا صحبت کنم، ولی زمانش رو بهتون نشون میدم. 2:57 یعنی 18 دقیقه قبل آقای مینویی برای من نامه نوشته و نه برای من، برای این خانم عقب افتاده، برای منم به اصطلاح سی سی کرد. و دیروز هم خود این خانم حالا منو میخواد تهدید کنه. اینا درست این زمان شاه دارن عمل میکنن. همون موقع هم یادتونه اگه با یه کسی دعوا میکردی پاگونش رو میکند، میگو پاگونم رو این کنده. من یادمه سرهنگ همزوی توی شیراز، من دانشجو، داداش بزرگترم، بزرگترینمون کارمند پتروشیمی، داداش وسطی سرباز شهربانی، سوار ماشین شدیم بریم سینما. یه اشکالی پیش اومد با اون آجان سر پست، دعوامون شد. و خب 3 جوون دیگه، همه پر انرژی، همه میخوان همه حق مساوات اینها. این آجانه که حالا نمیخوایم توهین کنیم به دهاتی ها، ولی آجانه ها معمولا کجا بودن؟ از یه دی بدبخ، از گرسنگی، از تعداد زیاد بچه و خانواده، میگه آقا من نخواستم، برای بابام کار نمیکنم تو مزرعه، میرم آجان میشم. میومد آجان میشد، اسلحه دستش میدادن، خوشحال بود. بعد حالا این آجانه راهنمایی تو شیراز که اسلحه هم نداشتن، بدبختا همیشه احساس کمبود میکردن. بعد از بس هم از صبح تا عصر وایساده بودن سر چهارراه، چاق شده بودن که این کمربندشون دیگه، آدم فکر کرد دوتا کمربند باید ببندن تا ببندن. یه آقای بود به نام غلام علی حسینی، امام قلی حسینی، امام قلی حسینی، این سر چهارراه پارامونت ما رو نگه داشت. ما با این داخل بحث و گفتگو شدیم، گفتیم بابا اینجوریه، اینجا ما میتونستیم دور بزنیم و اینا. همون موقع این سرهنگ حمزوی که بعدن حالا میگفتن این سرهنگ حمزوی درویشه و انسانه و اینجور و اونجور، معلوم بود آقا این اولا تریاکی بود، بعد با یه فولکس واگنی پت 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 آمد. اینا میدونی از بس دزدی مزدی میکردن، زندگی معمولیشون رو باید به مردم یه جور دیگه نشون میدن. آمد وایساد، اول از ماشین اومد پایین، کلاهش گذاشت سرش، گفت که چی شده. اون سرباز آجانم نمیدونم گروبان 3 بود گروبان 2 بود، زد براش بالا که قربان اینجوری شده. آجانه بدبخت درست توضیح داد، گفت اینا این کار خلاف رو کردن، لفترن یا گردش به چپ ممنون. این مردی که یه احمق دیوانه عقب افتاده معتاد، سرهنگ حمزوی اسمش هم دارم بهتون میگم که الان اگه پسرش میشنوه، دخترش میشنوه، یه وقت توی مجلسی نشسته میگه اوه پدر من تو شیراز خیلی خدمت کرد، مثلا لابد این جزء خدماتش بوده. فوری رفت از تو ماشینش بیسیم برداشت آورد. حالا چرا تو ماشین شخصیش بیسیم داشته باشه، اینم دیگه از بس اینا ترسو بودن. بیسیم زد به کلانتری، هم اون وقتا یادم بود 1 کجاست 2 کجاست 3 کجاست، اینا الان یادم رفته. کلانتری که توی به اصطلاح طرفای پارامونت اون بالا بود. بعد آمدن، یا کار کردیم که ما رو میخوان بگیریم. خلاصه شانس آوردیم، یه آقایی بود به نام سروان تدیون. این همسایه تو یک خونه بود، چون اینا وقتی میمدن یه جایی که خونه و زندگی نداشتن، یه اتاق اجاره میکردن، بعد حالا اونجا یه دختری هم پیدا میکردن با اون ازدواج کردن، میرفتن میشدن داماد سرخونه. بعد چون یه پولی پس انداز میکردن، حقوق نمیدادن، مینداختن پولا رو تو معاملات ماشین و زمین و خدا میدونه قاچاق و فلان اینها. بعد یه دفعه میدیدی مثلا آقا این که سروان تدیون بود، وقتی شد سرهنگ مثلا یک نصف یک کوچه مال اون شد. این سروان تدیون نسبتا جوان بود، بعد با من با اون دوست اون آقای بهروز قاسم زاده اینا جوان بود. این افسر نگهبان اونجا بود. وقتی آمد تو همون کوچه‌ای بود که بهروز قاسم زاده، من هر روز با موتورسیکلتش می‌رفتیم اونجا. وقتی اومد اونجا اون سرهنگ حمزوی، اتفاقا فهمیدم که بعداً به اصطلاح رئیس زندان جدید شیراز، زندان عادل‌آباد بود. اون رفت و این ما رو داد دست این، اینم
اجاره کرد و ما را ریختن عقب یه ماشینی مثل گله گاو. بعد خلاصه در که بس به اون مرد اشاره کرد، گفت وایسا، به راننده گفت وایسا. این که رفت اومد در رو باز کرد، گفت شما چه کار کردین؟ گفتیم والا ما داشتیم میرفتیم سینما، اینجا پیچیدیم، این آجانه ما رو گرفته، با اون آجانه داشتیم بحث میکردیم، این احمق اومده اصلا بدونی که چی باشه بعد میگی که اینا بخوان منو ترور کنن. این مملکتی بوده که این خانم بهناز شهریاری، قولتون میدم این باباش یا افسره یا نمیدونم یکی از این گوگندایی که شاه رو، ببخشید وقتی میگم گوگند یعنی گوه زدن به شاه، حالا دیروز خواسته شکایت منو با آقای مینویی بکن. اولا آقای مینویی، ببینید تصادفات، برنامه چهارشنبهشون رو نگاه کنید، آقای مینویی میگه من سوربی رو از تو تلویزیون آشنا شدم باهاش، دیدم یک جوانی آمده پرقدرت با نمیدونم سخن فلان میتونه روبروی اینایی که تلفن میزنن، میدونه این تلفنایی که میزدن همه دشمنتن، همه میخوان یه تیری شلیک کنن، ما تونستیم جلو اونا وایسیم. 18 ساله اگه من بیدی بودم که به بادی مثل شما خانم بهناز شهریاری میافتادم، تا حالا افتاده بودم. من که مثل شاه نیستم که فرار کنم. شما شکایت منو کردی با آقای مینویی، برای خودم دیروز نوشتم، خب حالا چی میشه؟ از امشب من پای برهنه میخوابم؟ من احمق اگر میخواستم تملق کسی که اینجا برنامه میذاره بگم، که نمیرفتم تو برنامهش بگم آقا شما وقتی با شاهین نجات صحبت میکنید این درست نیست که اطلاع غلط بدی. شما اینقدر نادانید، لاپورچی هستید، مامور ساواک هستید، یعنی اصلا خائن دنیا اومدید. قولتون میدم شبی که نطفه شما رو بستن، پدر و مادرت یکیشون به اون یکی خیانت کرده. حالا ما نمیخوام فتوا بدیم این بسن. برگردیم به صحبتهای آقای کاظم افشارها، خیلی قشنگ اینو گفتید، من نمیدونم قانون درباره دوچرخ سواری چی میگه، ولی فتوا، ببینید من با شما تو این قسمت اختلاف نظر دارم. اگر یک آقایی میاد میشه یک کاره دولت، به نظر من این دیگه رهبر دینی نباید باشه. حالا اگه تو ایران دین و دولت قاطی شده، همین اشکال به وجود میاره که من پاسدار بی سواد کم سواد تفسیر کنم حرف اینا رو، ناگفته نماند. توی همین آمریکا، باز برنامه چهارشنبه منو برید نگاه کنید، گفتم دوستانی که میگن اوپن کری، یعنی قانون این که شما اسلحه اگه داشته باشی میتونی بندازی رو دوشت بری تو خیابون امتحان کنی، تو همون شهری که هستید برید ببینید، در عرض چند دقیقه میام دستگیرتون میکنم، براتون مزاحمت ایجاد میکنم، برید بنویسید که پلیس ابیوزینگ پیپل، روی یوتیوب ویدیوهایی میبینید ساعتها که طرف، البته عمدن اون رفته ست کرده که این پلیس بیاد تو دام این بیفته، ولی پلیس از بی سوادیش کم سوادیش، بذارید امیدوار باشیم به دو چیز. اولا یکی در مملکت ما قانون حکم فرما بشه، به قول معروف لا ان اوردر. بله، اتفاقا خیلی از منتقدین آقای افشارها میگن جمهوری اسلامی حتی قانون جمهوری اسلامی رو رعایت نمیکنه، حتی ماموراش. و خب اینو تو کانادا ما میبینیم، تو آمریکا ما میبینیم. شما نگاه کنید الان، ببینید پلیس رو گرفته و بچه رو کشتن، بعد پلیس بعد از چند روز که ویدیو رو تحویل داده، ویدیو رو یه دقیقهش رفته بریده. آخه پدر سوخته، تو این ویدیو رو مردم خریدن، پول بهت دادن، گذاشتن رو سینت که وقتی میری یه جا حواست باشه مردم دارن نگاه میکنن، مثل انسان رفتار کنی، بازم نمیتونی خودت کنترل کنی. در صورت این بحثا خیلی زیاده و بیشتر. البته آقای مینویی برای من نوشتن، البته برای خانم نوشتن سرکار خانم بهناز شهریاری عزیز، ویدیویی را که برای من ایمیل کرده بودید گوش کردم. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که بسیار متاسف هستم. اگر یک انسان با آقای اوباما بد باشد، میتواند در رسانه مطرح کند، زیرا اوباما یک شخصیت، یک شخص پابلیک میباشد. ولی اگر کسی از یک میکروفون رسانه درباره یک
فرد خصوصی بدی بگوید و توهین کند غلط است و دلیلی بر غیر حرفه‌ای عمل کردن او دارد. باز هم متاسف هستم. با احترام، پرویز مینویی، 9 سپتامبر 2016. آقای مینویی، من میخوام به شما اینجا بگم که شما این رو هم اشتباه میکنید. فیسبوک دیگه هیچ کس خصوصی وجود نداره. یعنی اون کسی که میاد روی فیسبوک مثل خانم بهناز شهریاری اسمشو میذاره، عکسای دوستانشو میذاره، من شما اگه فکر میکنید این کار غیر قانونیه، الان این برای خانم بهناز چیز که بره منو سو کنه. بفهم بهناز شهریاری، اصلا خود مامور اف بی آی و اینها sorry this contact isn't available for you، آها، این فکر کرده که من چون میخوام نشونش بدم منو بلاک کنه، نمیدونه که من عکسامو دیروز گرفتم. خانم شهریاری، آقای دکتر هروی، روانش شاد، یادش گرامی باد، به دیگران میگفت که ببین بابا جون، اینجوری هم حرف میزد، پیر بود دیگه، 89 سالش بود، میگفت ببین بابا جون، این کلاسی که تو امروز توشی، من 60 سال پیش داخلش بودم. حالا توی کیس من و شما، این کلاسی که شما امروز داخلش هستی خانم بهناز شهریاری، همون بهتر که بری با خانم پوری بنایی و با خانم شیفته و اینا عکس بگیرید، عکسای نمیدونم پر و پاچه و سینه و ممه و همه لخت، بعد بفرستین برای اینا، اون بگید که ما اون شب رفتیم جنبش کردیم، مثلا کنسرت شیفته گوش دادیم. شما حریف من نمیشی، باید حریفتو بشناسی. حالا میخواستم وبسایتتو نشون بدم که اگر آقای چیز فکر میکنه که شما شخص خصوصی هستید، بذارید یه عکس دیگه شو بیارم. بله، نه، دو تا اکانت داره، دو تاشو الان بسته. در هر صورت نه شما، هر کس دیگه ای آقای مینویی که با قلم خودش، با خواسته خودش میره روی فیسبوک، دیگه پابلیک شده. شما میتونی فیسبوک داشته باشی و بگی که میخوام خصوصی باشه. شاید این قسمت رو من باید اولش میگفتم، چون همه قسمت فیسبوک پابلیک نیست. اجازه بدیم ببینیم. سوربی هستم، بفرمایید. آقای سوربی ببخشید، چون جناب عالی الان اظهار نظر فرمودین، نمیدونم الان بجاست که من اگر پاسخی دارم بدن یا نه. بفرمایید، بفرمایید. درباره مسئله که فرمودید که شما یا نظرتون با نظر بنده زاویه داره یا مخالف هستش، به هر حال خواستم یک بستی بدم به این مسئله. دوچرخه سوار نشدن و ممنوع بودن قانون نشده. عرض کردم همون دو روز بعدش اتفاقا دختر رو دوچرخش هم بود، به اون طرف میگفتش که آقا به طبق چه قانونی، اونم گفت چی، اصلا کار نداشت. هزار کلمه ایشون به عنوان یک انسان ممکنه در روز حرف بزنه، ولیکن امر و نهی هم اگر باشد طبق قانون اساسی اون مملکت، ایشون به کسانی که باید بکند میکند و بعد قانون باید بشه. دوچرخه سوار نشدن قانون نیست، فتوای شدید. حالا اگر به نظر حضرت عالی میفرمین، اگر یکی شد مثلا میگم رهبر، این دولتی هم نیست، اگر شد رهبر اجازه نداره دیگه شغل اصلی خودش رو ادامه بده، این دیگه یک به اصطلاح اعمال سلیقه است. ممکنه امریکا بگه بله اینجا نمیتونن باشن، اونجا بگه نه خیلی میتونن باشن، آقا چون اونا مدعی هستن، اول طلبه و شیخ و ملا هستن، بعد این کار احاله شده تا بعد تمام بشه. اینی که شما فرمودین قانون قانون نیست، اگر هم وقتی پاسدار کسی رو نافهمی خواست زور بگه، آره زمان شاه مینوشتن یادتونه برای سربازی، میگفتن مثلا 4 ورق مثلا مصدق شناسنامه، من یادمه بعد از 28 مرداد که مصدق اصولا اسمش قابل تنبیه بود، یک سربازی وقتی دیده بود در یک جای نوشته بودن 3 عرض کنم رو نوشته مصدق شناسنامه، این با ته قنداق تفنگ زده بود شکسته بود که اینا اسم مصدق نوشتن، این نمیدونست این مصدقه. هم خود جناب عالی هم فرمودین که تو امریکاش هم میتونه یک کسی رو عدم استنباط صحیح یک کاری بکنه. حالا اگر یک کسی هم اونجا روی عدم استنباط کاری کرد، اینه دید پای مسائل نگذاری. مسئله دوچرخه سوار نشدن خانم ها قانون نیست، فتوای شرعی است،
برای پیروان اونها. من ممکن بوده مثال میزنم، خواهر بنده بخواد مفتیش اون آقا باشه، بگه آقا تا دیروز سوار میشده حالا نباید بشه، ولی چند کسیم که مفتی نیست نخیر استفاده میکنه هر جا. مگر قانون بشود. قانون از کجا میاد؟ از مجلس. ممکن آقا دستو بده به مجلس که آخری ترهش کنی، ولی تا قانون نشده قربان حالت اجرایی نداره. این جهت فقط ازم به حضورتون اطلاع حضرت عالی عرض کردم و اظهار نظر آقایان هم خانم های شنونده هست محترم خواهد بود و به خودشون مربوط. قربانشون هست. ممنونم، عرضی ندارم، خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید نظرتون رو بگید، شرکت کنید. و من میگم که بودن در یک مقام مذهبی و بودن در یک مقام دولتی اشکال پیش میاره، conflict of interest پیش میاره، و میبینیم که هم در اسرائیل این مسئله هست، هم در ایران هست. آقای دکتر کاظم افشارها میگن که مقام رهبری مقام دولتی نیست. درست متوجه شدم؟ اگه اینجوری، پس ما حالا باید یه تاپیک، یه برنامه رو بذاریم و ببینیم که اصلا مقام دولتی هست یا نیست. چون الان اتفاقا بحث هست که اصلا این ولایت فقیه رو یه جوری حذف کنن یا تبدیلش کنن به شورای ولی فقیه و اینها، بعدم یواش یواش حذفش کنن. در اصل ممنونم. افرادی مثل آقای افشارها وقتی میان صحبت میکنن، من و شما حق داریم با ایشون مخالف باشیم و حق داریم ما هم نظرمون رو بگیم. به همین خاطر هست که نوشتم تلویزیون مردم، از مردم، بذارید نشونتون بدم اینجا، از مردم، با مردم، برای مردم. البته دوستمون آقای فتیک عزیز گفت که بنویسید و با حمایت مردم، که امیدوارم این کار رو هم شما انجام بدید. امروز آخرین روز ماه سپتامبر، نه بله بله، آخرین روز ماه سپتامبر، فردا شنبه اول ماه اکتبر هست و اگر مایل هستید برنامه داشته باشید تماس بگیرید، اگر مایل هستید حمایت کنید، حمایت کنید. و خانم بهناز شهریاری، شما و دوستانتون کارتون انقدر خرابه که نه به کمک آقای مینویی میتونید درست بشید نه به کمک سوربی. و واقعا اون دوست عزیزمون، اون خواهر گرامی که به من میگه آقا اینا رو ول کن، اون فکر کنم شماها رو بیشتر میشناسه، چون خودش طرفدار پادشاهی هست و با شماها تو مجامع اونها زیادتره، لابد میبینه که شما چه کردی در اون 57 سال و چگونه این مملکت رو اینجوری به اینجا رسوندید. حالا هم با پولای دزدی تو کشورهای دیگه نشستید، عیش و نوش و مهمانی، و خیال میکنید دارید جنبش را میندازید. مثلا هنرتون خیلی زیاد که میشه، میایین با فتوشاپ یه نوشته کج و موجی رو که بارها من نشون دادم، اونی که راجع به سیغه نوشته، نوشتم نگاه کنید، اصلا این احمق حتی نتونسته رنگ زمینه اونو برداره و بکگراند این رو با اون زمینه. میدونید توی آمریکا شما برید بگید من رنگ سفید میخوام، ببینید چند رقم، بذار من اینجا بزنم how many white color we have، how many white colors we do have، all black and white color فلان. حالا اینم که میدونی وقتی میاد مثلا نوشته 1,790,000,000 ریزارت، باورتون میشه دوستان؟ بذارید فکر نکنید که من دارم اقرار میکنم. ببینید توی گوگل زدم چند تا رنگ سفید ما داریم. خودتون برید تو هوم دیپو، برید تو لوز، برید تو هر وسیله که از این چیزای شاپایی که مثل ایس و اینا هست، ازش بپرسید بگید من یه رنگ سفید میخوام، ببینید یه دفتری باز بهتون میکنه، میگه که این همه رنگ داری. در اصل اصلا الان نمیدونم راجع به چی داشتم میگفتم که به اینجا رسید، ولی موضوع اینه که اینها خراب کردن، هنوزم باور نمیکنن خراب کردن، و امیدوارم، نمیخوام آرزوی مرگشون رو انجام بدم، ولی امیدوارم یکی یکی اینها برن دنبال کار زندگیشون و مردم رو بذارن راحت و آسوده باشن. شما میدونید که مجله‌ای هست، یا بود، هنوزم هست، مجله‌ای هست در آمریکا به نام پلی بوی، بعد یه چی هم به نام پلی گر درست کردن، اینها نمیدونم هست یا نیست، ولی پلی بوی تو چند ماه گذشته اون آقای هیو هافنر که
خونه را که فروخت هم 100 میلیون یا 200 میلیون، بعد تصمیم گرفت که دیگه عکس زنان لختی رو اونجا نذاره، چون گفت قرن عوض شد. ای کاش شاه اللهی هم اینو میفهمیدن. گفت قرن عوض شد، مردم دیگه نمیان روزنامه مجله رو به خاطر عکس لختی بخرن، چون عکس لختی رو بدون رتوش و نمیدونم فلان توی کامپیوترشون میتونن با دو تا کلیک تیک تیک پیدا کنن. اوکی، حالا گفت که ما دیگه عکس برهنه خانم ها رو نمیذاریم و میخوایم تبدیلش کنیم به یه مجله. من بهتون بگم مجله پلی بوی مقاله های خیلی خوبی هم داشت، ولی بعضیا اصلا خجالت میکشیدن که بگن این مقاله رو درباره اسلحه، درباره سیاست، درباره اقتصاد از مثلا پلی بوی خوندم. ولی الان عوض شده و همین جوری که الان میبینید عکس یک خانم مسلمان جوان ژورنالیست رو این بار گذاشته که حالا اگر اصل خود اون پلی بوی رو هم بتونم پیدا کنم عکسش رو نشون میدم. این خانم مسلمان با حجاب و عکسش روی پلی بوی هست. یعنی چی؟ یعنی دنیا واقعا عوض شده. یا خودتون رو عوض کنید یا به دست نابودی به اصطلاح سپرده خواهید شد. بذارید من اینجا کامرای 3 رو بهتون نشون بدم که خانم بهناز شهریاری یه وقت احساس تنهایی نکنه و بدونه که نادانهایی مثل ایشون زیاد هستن. ببخشید آقای بهرام آریایی اگه من به شما میگم نادان، برای که دارم دلیلش رو اینجا میبینم که نادان هستید. شما در رابطه با فیسبوک نادان هستید. این بالا نوشتید بهرام آریایی، این پایین نوشتید بهرام آریایی، عکس یک گلی انداختی که من فکر کنم لامش زیادیه اگه عکس شما باشه. اینجا نوشتید گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. این صفحه فیسبوک رو شما داری غیر قانونی استفاده میکنی. شما کردیش فیک بوک. فیک یعنی قلابی. و وظیفه من و افرادی مثل من هست که وقتی میریم اونجا بریم این قسمت ریپورت کنیم. ای کاش فیسبوک این صفحه این قسمت ریپورتش رو باز کنه و بیاره اینجا. بذارید من الان براتون نشون بدم که چگونه باید ریپورت کنیم. چی بود اسمش؟ بهرام آریایی. بهرام آریایی، ببینم فکر کنم این بود. ببینید دوستان خیلی قشنگ وقتی این صفحه باز شد، شما میان اینجا ببینید در قسمت سمت راست کلیک میکنید ریپورت میکنید. این بر میگرده به اون صحبتی که من گفتم اگر خانواده شما، پسرتون، دخترتون، همسرتون، برادرتون شروع کنه یک کار غیرقانونی کنه، آیا ریپورت میکنید یا نه. و باز براتون گفتم که اون یونی بامر موقعی گرفتار شد که برادرش رفت ریپورت کرد. شما خیلی قشنگ میان اینجا ریپورت میکنید و میگم من حتی اگه شده برای فیسبوک می‌نویسم که این ریپورت رو نذاره توی اون آپشنایی که نیست، مثل همین مسیج بغلش بنویسه ریپورت. شما ریپورت میکنید، می‌نویسید که ریپورت دیس پروفایل، این پروفایل رو ریپورت میکنید، میگید دیس از فیک اکانت. همونجوری که گفتم این فیسبوک اکانت نیست، این فیک اکانته. میگه چرا؟ میگه این کسی را اذیت میکنه، این قماربازی میکنه و اینها، یا این راجب حیوانا و کارتون و اینها هست. میگه نخه. بعد میزنید اینجا میفرستید سابمیت تو فیسبوک فور ریویو. به فیسبوک شما میگی برو ریویو کن. حالا دوستان شاه اللهی شما همتون میتونید الان برید من رو ریپورت کنید، ولی یادتون باشه چون شما احمقید، من قبلش اینو بهتون میگم، اگر الکی اینو اونو ریپورت کنید برای خودتون بد میشه و فیسبوک اکانت خودتون رو میبنده. پس باید حتی ریپورت کردن، لاپورت، همون ریپورت، میگو فلانی لاپورت فلانی رو داد، ریپورت کردن هم حتی شما باید الفباشو بلد باشید. یادتون باشه مثل این خانم بهناز شهریاری با پای خودتون توی دام سربی نیفتید. خانم شهریاری شما 67 سالت هم که باشه باید بری 60 تا 67 ساله دیگر رو جمع کنید در این میتینگای شبانتون، به جای سکس و مشروب و قمار بشینید صحبت کنید که ما چگونه با سربی طرف بشیم. هر وقت یکی از شما یا شستای شما تونستید بیان، شستای شما تونستید بیان با من صحبت کنید، اون وقت مردم قضاوت میکنند
که سوربی درست میگه یا شماها. سوربی درست میگه که میگه برای شاه اللهی بودن، برای نجات پرست بودن، اول باید عقب افتاده و احمق باشی. این خانمی که میاد مثل من از منگولیا بدم میاد، از مغولها بدم میاد، توی اون شهری که هستید نوشته بود شیکاگو، آقای پرویز مینوی، این پابلیکه. الان که امروز ایشون در مغازشو بست، ممکنه فقط نوشته باشه برای فرند، یعنی فقط برای دوستان عقب افتاده خودش. این بله، من اگه برم ایشون میتونه ریپورت کنه، گزارش بده، بگه من خصوصی بوده، سوربی اومده مثلا هک کرده. ولی وقتی من دیروز اینا رو نشون دادم پریروز، مردم قضاوت میکنن. امروز اون عکس نشون دادن، این تا امروز صبح اون عکس اونجا بوده، عکس پرچم رو زده، اون بالا هم عکس سیاه. در صورت دوستان، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. یه دونه عکس دیگه هم دارم که این یه مقداری دیگه از اینای دیگه شورتره، ولی کجا بوده؟ اینم یکی از دوستان، همین خانم بهناز خانمه. و بعضی ها به من میگن آقای سوربی اگه اینا نباشن شما برنامه‌ات چی میشه؟ گفتم ببین، من اون موقع میام راجع به مشکلات حقیقی صحبت میکنم، ولی الان مشکلات حقیقی ما اینا نیستن، نادانی اینها نیست. ببینید، اسم این آقا از کارلوس ملکی، کارلوس که اسم ایرانی نیست، حالا ملکیش هم دیگه نمیدونیم چی چیه. ببینید، این احمق آمده عکس شاه رو گذاشته اینجا، بعد عکس این فرهوهه رو خالکوبی کرده پشتش رو تن خودش. اوکی، من یه عمویی داشتم میگفت که اینایی که خالکوبی میکنن مثل این که یه دیواره، مثل این بدنشون دیواره، به هر کسی اجازه میدن بیاد روش چی بنویسه. اون اینجوری به ما میگفت که خالکوبی بده. حالا شما به من بگید دوستان، این آقای کارلوس که رفته خالکوفته، بیان بریم رو وبسایت خودش باز نگاه کنیم، آقای چیزم بدونه که اینها پابلیک هستن و اصلا خصوصی نیستن. کارلوس ملکی، کارلوس ملکی از نروژ، بیان دوستان نگاه کنید. اون وقت اینا کسایی هستن که به مردم فوش میدن، به مردم معمولا میگن که نمیدونم شما فهم و شعورتون اندازه همین، به اصطلاح لیاقتتون همین هست و اینها، و به قول آمریکا اینها رو هی پود داون میکنن. حالا نمیدونم چرا این نمیاد برگرده با مصطفی. بله، اجازه بدید. بله دوستان نگاه کنید، این فیسبوک هم مرده شور هیکلش رو داره، هی هر صفحه‌ای که میری اون سایز چیش عوض میشه، مثلا از 680-40 میره میشه یه جای دیگه. نگاه کنید، شما میاین دنبال دوستتون میگردی که مثلا توی کلاس با شما هم کلاس بوده، عمدن گفته فیسبوک که اگر زدی کارلوس ملکی چهارتاش آمد، از قیافه این بفهمی بله این یکی بود احمقه با من هم کلاس بود. خب اومده عکس شاه رو گذاشته. اوکی، حالا رو عکس خودش میزنی. ببخشید من اینجوری باز صحبت میکنم، چه کسی لخت همراه این آقای کارلوس خواهد بود؟ اونم پشتش. دیگه خودتون بفهمید که من منظورم چیه. اینو گذاشته برای که اون طرف سواری کنه، اون حال ببره. این فعالیت های اجتماعی و نمیدونم ضد جمهوری اسلامی، اینها 200 دلار، 150 دلار رفته داده، عکس فرابهرم برده گذاشته جلو اون آقا تو نروژ یا تو هر جایی که بوده، اون براش تق 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 خال کوفته. یه خواننده‌ای داریم، پسر جوانیه، عکس شیر و خورشید و اینها رو خال کوفته. بعد یه بار اومده بود اینجا، موفقم نشد کنسرت شنا، بعد توی برنامه گفت که ببخشید من خال کوفتم و اینها، مردم منو که میبینن فکرای بد میکنن. البته تو آمریکا مثل ایران نیست که شما یه نفری که میبینی خال کوفته بگی حتما این زندان بوده. تو ایران تا اون موقعی که ما بودیم خال کوفتن رایج نبود. کسایی که دزدی کرده بودن، قاچاق فروشی کرده بودن، سر کارشون به زندان افتاده بود، توی زندان خدا میدونه چه اتفاقاتی میافتاد، اینا رو بدن همدیگه خال میکوفتن. اوکی، حالا شما به من بگو این آقای کارلوس مالکی یا ملکی
من میخوام ازش سوال کنم این فیسبوک شما چه دردی برای ایرانی ها درمان میکنه که پابلیک هم گذاشتیش؟ آقای مینویی پابلیک این انتخابش اونجا پابلیکه، شما میتونی یه فیسبوک درست کنی بگی من این رو خصوصی نگه میدارم، اون وقت سوربی میگه میگه بله بیاد، خانم بهناز میگه میگه بله بیاد، ولی یکی دیگه که میاد میگه نه آقا این شر و شور بکنم، یا شاید اون رو راه بدی من راه ندی. در صورت دوست عزیز من آقای پرویز مینویی شما یاد بگیرید که به اینا جواب بدید، خانم شما خودت پابلیک کردی، ایمیل غلطی فرستادی، سوربی جواب داد گفت ببخشید من به شما ایمیل نزدم، ایمیل شما جز به سی سی لیست آقای مینوییه، چون اون مینویی توش اشکال بوده من برای همه فرستادم، آقای مینویی هم تشکر کرده، بعد شما گفتی من عذر میخوام، بعد شما نشستی قصه صغرا و کبرا گفتی، نمیدونم شاید زن تنهایی هستی فکر کردی حالا ما چون تو تلویزیون هستیم سوار هر خری میشیم، شروع کردی دخترم اینجوریه اون اینجوری، به من چه؟ آقای مینویی شما به ایشون بگو ایمیلایی که فرستادی بگو برات بفرسته، بعدم تازه شما مگه قاضی هستی؟ مگه شما مقام دولتی هستی؟ به این خانم بگید خانم شما که تو شیکاگو هستی، سوربی هم تو ویرجینیا هست، بغل دادگاه فیرفکس، برو شکایتش بکن. اگر ما نمیتونیم یه جایی شکایت کنیم یعنی حق نداریم، اگه میریم به یه کسی میگیم بیا دخالت کن یعنی میخوایم بهش بگیم که تو بیا خودتو بنداز تو دردسر، بگیم من جرأت و شهامت رو ندارم که با سوربی روبرو بشم، تو بیا وایس جلوش تا من پشت شما قایم بشم. نکنید این کار آقای مینوی، قشنگ به اینها دو سه تا چی یادتون میدم. بذارید قبل از اینکه بریم برای این آقای کارلوس هم بنویسیم که چیز اینا هم به اصطلاح وبسایتشون فیکه. ببینید دوستان یه بار دیگه بهتون میگم عکس اینجاست، اسم اینجاست، میاین اینجا که نوشته مسیج، اینجا چند نقطه، الان چند مدت اینجوری شده. ببینم این چی میگه آقای سعید خان. سوربی به نظر میاد آقای افشارها هم در خواب خوشی به سر میبره، در دوره شاه هم همه دستورها را شاه صادر میکرد، ولی وقتی کار خراب میشد همین شاه پرستا میگفتن شاه که در قانون مشروطه مسئول فلان و بمان نیست، آقای خامنه‌ای همه رؤسای جمهور را انتخاب میکنه و تحویل ملت میده، نماینده و بزن چی نوشته دیگه نماینده و دیگه نمیشه. در صورت اینا رو بحث کنید با آقای افشارها، ایشون شماره تلفنشو گذاشته، باهاشون تماس بگیرید، بنویسید با آدرسشون بفرستید یا من برای من بفرستید من براتون میفرستم، ایشون صحبت کنید. برگردیم به این صفحه های فیسبوک رو حقیقیاشو استفاده کنید، فیک بوک یا قلابی هاشو که ما کاری نداریم که یک کسی گی باشه مال خودشه بده بگیره به ما مربوط نیست، ولی دوستان من از شما میپرسم خال کوبیدن این فره و هر روی پشت چه سودی برای جنبش داره؟ بفهم الا آخوندهایی که ممکنه دنبال یک کسی بگردن، نمیدونم والا چی بگیم به اینا. ریپورت دوستان، ریپورت که میکنید دوباره میگید که ریپورت دیس پروفایل، بعد میگید که this is fake account، بعد میگید که it's created، بعد اینجا other، توضیح دیگه نمیخواد، اینجا میزنید submit to Facebook، Facebook رو میفرستید که اونا برن ریویو کنن. شاید دلیلی که این خانم بهناز فلانی قطع شده اینه که من ریپورتش کردم. ببینیم حالا دوتا اکانتش هست. بله ببینید sorry this content isn't available right now، نمیگه به ما شما عضو این نیستید، احتمال زیاد خانم بهناز شهریاری همین نادانی شما کار دستتون داد، سرشاخ شدن با سوربی کار دستتون داد، قرار بود برنامه جمعه برنامه شاد شنگولی باشه. ممنونم از این دوستمون که یک جوکی فرستاده، حقیقتی فرستاده، طنزی فرستاده، با هم میخونیم. نوشته دانشمندان امسال یک عنصر جدید به ماده های شیمیایی اضافه کردن و بر برنامه های تحصیلی اضافه شد. میدونید که یه جدولی بود به نام جدول مندلیوف، من چون همیشه از شیمی بیزار بودم، یعنی از کلمه بدمیاتم بالاتر، هیچ وقت یاد نگرفتم و نمیدونم چند تا مواد داخلش بود، چند تا چیز، مثل که یک کسی این جدوله که درست کرده، حالا اگه اسمش مندلیوف بوده یا هرچی، که همه احتمال زیاد برمیگرده میگیم ایرانی بوده، حالا یا خیام بوده یا رازی بوده یا مولوی، بماند این آقای مندلیوف
انقدر تو شیمی پیشرفت کرده یه جدولی درست کرده، جدول خالیه، بعد شما با این چیزا میتونید اون ترکیبات و اینا رو پیدا کنید و طی مرور زمان به اصطلاح مواد و عنصرهای جدیدی اضافه میشه، نه که اینها اختراع کنند، در حقیقت هستن، اینها کشف میکنن. میگه که کشف کردن و این عنصر رو اضافه کردن، نام این عنصر زن است. مشخصات فیزیکی، خب تو شیمی باز شیمیایی میشه، با ناچیزترین علت میجوشد، هر لحظه ممکن است یخ بزند، با رفتار مناسب آب میشود، در صورت عدم استفاده صحیح تلخ میشود. خاصیت های شیمیایی یا شیمی، بسیار فعال و با جنبش و پرحرکت در بازار، با نقره و طلا و پلاتینر و سنگای قیمتی به سرعت رابطه برقرار می کند، در تنهایی سخت می شود، شکلات و شیرین را در خود جذب و به ورزش به وزنش اضافه می کند، هنگام نزدیکی به یک عنصر زیبایی سرخ رنگ می شود. سودمندی و استفاده این عنصر رو بشناسید، با زیبایی که بر خود می سازد عامل جذب می شود، از زیباترین آفریده ها، در صورت جاگیری صحیح بهترین دستگاه فرستنده و پخش اخبار است، اختار اگر کنار گذاشته شود منفجر می گردد، مثل این خانم بهناز شهریاری، هنگام خشم با سرعت نور صدا کرده و زبانش با سرعت نور سخن گفته و در آخر ادعای مظلومیت و آرامی هم می کند. ممنونم از این دوستمون. دوستانی مثل ایشون که سابقه سالها کار در رادیو تلویزیون ایران رو داشته، سابقه سالها تحقیق کردن، نوشتن، دوستان نوشتن کار مشکلیه، امتحان کنید از امروز تا دوشنبه یک آرتیکل بنویسید درباره نوشتن، کار مشکلی است. حتما من این مقاله خانم شایسته الهامی رو براتون بخونم که روز چهارشنبه هم میخواستم با وجود که یک ساعت بیشتر وقت ندارم بخونم، ولی وقتی رفتم صفحه 29 رو کلیک کردم منو برد به مقاله قبلی ایشون. حالا نگو که روزنامه یا نشریه پیوند برای این دوستان اون نشریه رو زودتر میفرسته، چون این نشریه آماده شده و باید من صبر کنم به عنوان یک چیزی به اصطلاح یک ممبر، نمیدونم بگم چی، به عنوان یک خواننده باید صبر کنم دو سه روز بعدن بیاد. حالا مقاله هست، میریم میخونیم و ببینیم نظر ایشون چیه. در اصل اینها میشه بگی تهیه کننده هایی هستن که به من کمک میکنن که این برنامه شکل بگیره. ممنون و متشکرم. هر روز در عربستان هزاران کارگر خارجی که بعضی ها حتی 14 ماه حقوق دریافت نکردند به خیابان ها میریزن، این امروز زده دمام شهر منطقه شهر. این نمیدونم این کلمه رو نمیتونم بخونم، ببینیم که چی میگید شما. آها آخ آخ، این تلفن ها من واقعا فکر میکنم آیفون، سامسونگ اینا باید یه سیستمی بسازن که اگر کسی این تلفن ها رو چپ گرفت راست گرفت اینا ضبط نکنه دیگه. اینجوریه دوستان، دارن اعتراض میکنن. من در رابطه با اعتراض کارگران حتی تو ایران که بعضی ها میگن 6 ماه کار نکردن، اینها رو به اصطلاح کمکاری سندیکاهاشون، کمکاری نمایندگانشون میدونم، چون به نظر من اولین حقوقی که به شما نرسید، میگه که read the whole thing I send it to you، آقای خامنه‌ای همه رؤسای جمهور را انتخاب میکنه. کجا فرستادی؟ ایمیل بفرست، چون این فیسبوک اون قسمت خیلی کوچیکه، به اداره بعد نشون میدم. در صورت میبینید اینجا دوستان دارن تظاهرات میکنن، کارگرای عربستان من فکر کنم بیشتر این از کجا میان، نپال، از تایلند و اینجاها میان، از فیلیپین میان. در هر صورت این هم این بیچاره ها کار میکنن، خرج و اجاره و نمیدونم اینها رو میدن، بعد کارفرماهاشون حقوقای اینها رو میخورن. ننگ و نفرین بر اینها باد. و اما چه باید کرد؟ یک وبسایتی به نام United for Iran، یک خانمی به نام فیروزه محمودی، میدونید که اینا این روزا دیگه، حالا دوستمون آقای فرهومند توی
سوئد میگه که باید 3 نفر باشی تا بتونی یه انجمنی تشکیل بدی. تو آمریکا اصلا احتیاجی نیست، من میتونم بنویسم انجمن دانشمندان افتاده طرفدار رضا پهلوی، میرم 75 دلار میدم، حتی کورپوریشنش هم میکنم. اگه نمیخواد کورپوریشن کنم که کورپوریشن یعنی شرکت سهامی، اگه نمیخوام شرکت سهامیش کنم که 75 دلار هم لازم نیست، همینجوری میام. تو فیسبوک شما برو امروز بنویس نمیدونم تلویزیون جهانی نمیدونم عقب افتادگان طرفدار فلان، احتیاج نداره. در صورت نمیدونم این خانم فیروزه محمودی دایرکتور یونایتد فور ایران، اصلا یونایتد فور ایران چیه، کارش چیه، نمیدونم. ولی در رابطه با اون عکسایی که دوستمون گفتن میگرفتن و عکسای بسیار جالبی هست و من هم این افتخار رو داشتم که سالها با ایشون کار کردم، این پانورامیک میدونید که یه قسمتش همین هست که شما توی مهمونی ها هم میتونید بگیرید، الان هر تلفن دستی هم اینا رو داره. و این که بهتون گفتم شاگرده وقتی اینجا عکسش گرفته میشد میدوید از پشت سر ما میمد اینجا وای میساد و شما یه نفر رو دوتا میدیدین، بعضی هاشون دیگه خیلی شیطون بودن، یه پیرنی مثلا اگه برش بود اون پیرن رو در میآورد، بعد اینجا با پیرن بود اینجا با تیشرت، شما یک نفر رو توی عکس دو بار می دیدید و این عکس تقلبی هم نبود، عکس حقیقی بود. چرا؟ این دوربین از اینجا راه می افتاد تا بیاد مثلا 400 نفر رو فیلم عکس برداری کنه، این 1 دقیقه وقت داشت، می دوید می آدید. حالا شما صورت اینها رو نگاه کنید، من نمی دونم واقعا این فوتوشاپه، این چیه، این عکس فکر میکنم این فوتوشاپ باشه، امکان نداره یک خانواده ای، یک قومی، یک ملیتی، این همه آدم شبیه هم باشن، اونم خانم و آقا و همه چی. حالا کسی صلاحیت داره در فوتوشاپ و اینها، این عکس رو من براش میفرستم تا اون بهتر و بیشتر به ما اطلاع بده. در صورت دوستان عزیز 3:57 است، باز هم من این مقاله خانم شایسته الهامی رو بذار بخونم تو همین 2-3 دقیقه بخونم، امیدوار باشم که خدایا ببینید آهان اینجاست operation room in Syria، نه این نیست، این US operation room in Syria destroyed by Russian. دیدید الان آمریکا هی میگه که این روسیه داره سوریه رو میزنه و فلان اینها، برید ببینید بخونید چرا آمریکا توی روسیه توی سوریه operation room داره. این دنباله همون ماجرای جان مکینه که رفت اونجا به افراد آیسیس اسلحه داد، پول داد، یه عدهشون رفتن. دوستان در رابطه با آیسیس خطر بزرگی که هست، میگن اگر یه روزی آمریکا و اروپا و اینها از سودجویی‌هایی که کردن به وسیله آیسیس خسته بشن و بگن آقا تصمیم گرفتیم اینو ببندیم تعطیلش کنیم، اون موقع افراد آیسیس میشن مثل آقای بن لادن که گوه شما پول دادید اسلحه دادید ما رفتیم جنگیدیم روسا رو کردیم بیرون، حالا باید همینجوری حقوق بدید، حقوق بازنشستگی بدید. اینا ندادن، اونها رفتن طالبان و القاعده، القاعده درست شد. میگن الان اگر آیسیس از بین بره همشونو که نمیتونن بمب بندازن بکشن، یه بمب میندازن 4 تا 10 تا 20 تاش کشته میشه، 1000 تاش فرار میکنن و این 1000 تا 2000 تای فراری اینها مارهای زخمی هستن که به کشورهای دیگه میان، منتظر عملیاتی بیشتر و خطرناکتر باشی. در هر صورت دنیا ناامن، خطرناک و خدا به داد اون برسه. سوء مدیریت و افت سطح منابع زیرزمینی آب، همین امروز هم پسرموی خودم از این چاهای حفره‌ای در فسا در باغهای انار صحبت کرده بود و من برای این دوستان می‌نویسم، خب خیلی ممنون که این خبر رو به ما دادید، ولی ما چه میتونیم انجام بدیم و چه باید کرد. آقای دکتر عباس برای من یک نوشته ای رو فرستاده، اون رو هم اگه بتونم دوشنبه میخونم و سعی میکنم این نوشته خانم شایسته رو هم من دوشنبه بخونم و کاملتر بخونم. نمیدونم والا بعضی وقتا میگم که شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سرخر بهناز شهریاری زندگی کنیم، این میره اون یکی میاد و من باید، بله اون دوست اون درست میگه، من باید چنین قدرتی داشته باشم که بتونم خودم رو کنترل کنم و
مسیر برنامه عوض نشه. ما یکی از دلایلی که تلفن ها رو قطع کردیم گفتیم آقا نمیخوام تلفن چی نیستم من اینجا، که تلفن ها رو قطع کردیم، این همین مسیر برنامه عوض شدن بود. منی که اینقدر کاغذ نوشتم آماده آوردم اینجا احتیاجی ندارم. ایشون نوشته سعید، چون با فیسبوک نتونستم بخونم، نوشته که سوربی به نظر میاد آقای افشارها در خواب، من موقع خوندم خوشی، در خواب خرگوشی به سر میبره. در دوره شاه هم همه دستورها را شاه صادر میکرد، ولی وقتی کار خراب میشد همین شاه پرستان میگفتن شاه که در قانون مشروطه مسئول فلان و بمان نیست، آقای خامنه‌ای همه رؤسای جمهور را انتخاب میکنه، تحویل ملت میده، نماینده و قانونگذاران هر دو مجلس ایران را دستچین میکنه که جرأت مخالفت با رهبر را ندارن. حالا یه دفعه رهبر شد مقام دینی، همان کلاهی که خمینی سر مردم ایران گذاشت. اول آمد که من میرم قم، و درست مثل همین آقای افشارها که میگفت مقام دینی باشه، دیدیم که در سلطه قدرت ملت را به سیاه‌چال تاریخ کشید. دستور قتل و فتوای جنگ و جنگ اونها، حتما آقای افشارها میگه خمینی گفت جنگ را ادامه بدید، ولی ایشان در مقام دینی هست. کی جرأت داشت بگه نه؟ من اینو برای آقای افشارها میفرستم، مطمئنم که آقای افشارها اگر اون مسافرتی که گفتن به اصطلاح به تأخیر بیفته چند برنامه‌ای خواهند داشت، و چه برنامه‌ای بهتر از اینکه بیان با شما دوستان صحبت کنن. دوستان یک برنامه خوب هم الان منتظرتونه، برنامه آقای حسن ارشاد، که من از دوستان بهایی دعوت میکنم ببینید. اگر شما اعتراضی دارید، سوالی دارید، نظری دارید، بیاین عمل کنید. و خیلی اولا ایشون باید خوشحال باشه که دوستان بهایی یا افرادی رفتن یه وبسایتی درست کردن، فیسبوکی درست کردن به نام ملا نصرالدین، و حرفای ایشون رو مسخره میکنن. دوست گرامی اگه حرفاتون کارساز نبود، اونها کاری به کارتون نداشتن. سوربی اگر یک روزی بدون سرخر زندگی کنه، اون روز باید از خودش ناراحت بشه و بگه من امروز نتونستم کاری انجام بدم و من امروز نتونستم مردم رو آگاه کنم. روز و روزگار بر شما خوش. دوشنبه با شما خواهیم بود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دوستان فیسبوکی هم خدا نگهدارتون. آخر هفته اگر اهل مشروب هستید کم بنوشید، لذت ببرید، رانندگی نکنید در حین مستی. روز روزگارتون خوش.